فکر میکنم که تو آفیش دکتر فرشید فریدونی رو معرفی کردم، ولی یه بار دیگه ایشون رو معرفی کنم. فرشید استاد دانشگاه است در برلین، اونجا یک مؤسسه یک محفلی دارم که مرتب جمع میشن تحت عنوان پژوهش جنبش های اجتماعی ایران، که خود هما من که ویدیوهاشو میبینم محبت میکنم کسانی رو که به عنوان در واقع میهمان آوردم اونجا معرفی میکنم، بعد بخشن یا به شکل مستقل صحبت میکنن یا فرشید کنار اونا میشینه و بحث رو دنبال میکنه. برای جلسه امروز هم چون بحث به من پیشنهاد کرد که این آن من راستش با خودش توافق کردم و این محور که تو آفیش آوردم، تمدن و هژمونی نقدی بر عوامل تقابل ایران با آمریکا، رو برای بحث امروز در واقع برگزیدیم. علتش هم همین فضایی که الان اینجا هست، همین فضایی که داریم صحبت میکنیم. من فکر میکنم که با توجه به اینکه فرشید احاطه داره به بسترا مسئله کارکردی امپریالیسم علال عموم در جهان و اون چه که مربوط به فضای جامعه ماست، بیشتر میتونه ما رو با بحث خودش همراه کنه. طبق روال اول به حرفای فرشید گوش میدیم، بعد هم یه پازه کوچک میدیم، اون وقت با هم به گفتشانو بکنیم با ایشون. مشکل از جهت وقت برای دریافت نظرات فرشید نداریم و شما هم که میهمان این جلسه هستید تا هر موقعی که دلتون میخواد میتونید با دکتر فرشید و فریدونی صحبت کنید. این شما و این فرشید. بسیار عالی. خسته نباشید. ما شروع کرده خیلی مچکه آزایی که تشکر میکنم بس دوست عزیزم امیر جواهری به خاطر دعوت و خصوص محبته عالی که نسبت به من و شما عزیز داره. از شما تشکر میکنم که حالا لطف کردید جلسه شرکت کنید، چون معمولا تو سوئد موقعی که آفتابی هوا دوستان استفاده میکنم تو اینجا معمولا هوا سرد به خاطر موضوع تشکر میکنم از شما تو چند دار ارزم بزرگتون. ما این سمینار یا این جلسه رو که حالا آماده کردن، من این در واقع یک جوری به صورت اضطراری من این سخنرانی رو آماده کردم. دلیلش این بود که ما تا شنبه گذشته اصلا سفرمون به صورت قطعی نشده. حالا خوشبختانه من دو تا کتاب نوشتم، یکی هست به عنوان نبرد تمدن‌های بحران هژمونی و دومی اسمش هست تاریخ دینداری و فلسفه دولت‌مداری در ایران، که اینا توی این سایت آرمان و اندیشه هست و دوستان اگه علاقه من باشن میتونن اونجا مطالعه بکنن، چون به هر حال این در واقع جوری چکیده این دو کتابه و من حالا از این بابت این دو کتاب دوستان معرفی میکنم که اگر احیانا یه چیز اینجا از قلم افتاد بعدم بتونن دوستان مقدار مستدرتر و مستمرتر دنبال بکنن. حالا ازم بزرگتون ما علاقه یک نگاه اجمالی بکنیم به تاریخ خودمون، حالا به عنوان مارکسیست ایرانی از این موضوع تعالی یک نگاهی به تجربیات خودمون بکنیم، حالا به عنوان مارکسیست ایرانی و بخود سالا توی دوران نیام بهمن، بعدا متوجه یه آگاهی تئوریک میشیم که اون زمان در میان حالا چپ‌ها در میان مارکسیست ایرانی رایج. با اونجور هم که حالا مارکس به درستی میگه همیشه تحت تأثیر آگاهی تئوریکه که انرژی برای پراکتیس سیاسی فعال میشه، یعنی که همون که انسان یک نظریه‌ای داشته باشه این در واقع بسیجش میکنه از اثر حالا فعالیتش توی حالا بگم حوزه سیاست. و ما همونجوری هم که حالا دنبال کردیم دیدیم که در واقع این آگاهی تئوریکی که تو دوران قیام در واقع میان چپ‌ها رایج بود، در واقع همون ایدئولوژی بود که معروف بود به ایدئولوژی مارکسیست‌لنینیسم. و این مارکسیست‌لنینیسم در واقع نتیجه کلیات ایدئولوژی که بود که در اوایل سده گذشته حالا به صورت ایدئولوژی شوروی در واقع در اومده بود و این از طریق حزب توده هم در ایران ترویج می‌شد. حالا این مارکسیست‌لنینیسم شامل یک درک بسیار مثبت‌گراست به آینده که روند تاریخ همیشه به سوی بهبودی در واقع سپری میشه، یه درکی هست که در واقع بسیار تغییرگرا، یعنی ایدئالیسم رو در برابر متریالیسم به یک جوری دشمنانه مستقر میکنه
و یک شکل دترمینیستی هم دارد. دترمینیسم اینجا به معنی در واقع همون دست سرنوشت که در واقع انگاری که ما حالا به عنوان انسان ها تو این جایی که داریم زندگی میکنیم آینده ما در واقع به صورت سوسیالیسم در واقع یک جوری از پیش معین شد و این یک جوری خود به خودی به وجود میاد. از این طرف یعنی منظور من از این دیدگاه موقعی که ما موقع متریالیسم رو در برابر ایدئالیسم جوری دشمنانه مستقر میکنیم در اینجا تمام این عوامل حالا بگم سوبژکتیو منظورم اون عواملی که بستگی به تفکر داره بستگی به حالا ذهنیت ما داره اینا در واقع از جامعه مجزا میشن منظور من دین هست فلسفه هست ایدئولوژی موقعی ما یک دیدگاه خشک متریالیستی و روند وارد کنیم در واقع دیگه این دیدگاه‌های اجتماعی رو فلسفه دین و ایدئولوژی رو اینا رو در واقع غیر واقعی تصور جال میکنی اینها در واقع برای روند اجتماعی هیچ نقشی رو بازی نمیکنه ولی یه چیزی هم در واقع هیچ نقشی رو بازی نمیکنه منظور من حالا بخصوص دینه نه احتیاج به نقدش هست نه احتیاج به یک کشمکش تئوریک هست در واقع با طبقه حاکم همین کافی در واقع این روند متریالیستی یعنی همون در واقع زیربنا توسعه اقتصادی همین که این در واقع پیشرفت بکنه در نتیجه این روبنا رو به صورت ایده و غیره هم در واقع پدید میاره یعنی در واقع این ایدئولوژی مارکسیست بیشتر متمرکز روی تکامل اقتصادی روی توسعه سیاست اقتصادی میشه متمرکزه و در واقعیت خیال میکنه که همین که این توسعه اقتصادی پدید میاد از یک طرف سرمایه‌دار پدید میاد از یک طرف طبقه کارگر و اینها بعدا در تضاد با همدیگه قرار میگیرن و بعدا از تضاد اینها یک جوری به صورت اجتناب ناپذیر و در واقع به صورت خود به خودی و همونجور خدمتتون عرض کردن مقدر در واقع یک نظم جدیدی به وجود میاد که در واقع همین سوسیالیسمه که البته نسبت به حالا بگم نظام سرمایه‌داری حالا برتری داره و دیگه یه نفر که اینجوری فکر میکنه دیگه در واقع این ضروری نمیبینه که بره مثلا روشنگری بود این ضرورتی در خود آگاهی مثلا طبقه کارگر نمیبینه به این معنی که در واقع نه دست روشنگری میزنه نه نقد دین میکنه نه در یک نبرد ایدئولوژیک با طبقه حاکم شرکت میکنه و در واقع تشکیلات مناسب اون هم پیداست که پدید نمیاد بلکه در واقع تاریخ بشر رو به صورت مقدر میبینه به صورت خود به خودی میبینه و در واقع خیال میکنه که شما چه بخواهی چه نخواهی در واقع سرنوشت همون استقرار سوسیالیسم اینجا منظور از سوسیالیسم هم این اون چیزی که حزب جوده در ایران نمایندگی میکرد در واقع همون تشکیل یک سازمان بوروکراتیک یک حزب متمرکز بود که در واقع ما در اشکال حالا بگم استالینیست در واقع میشناسیم یک گونه تشکل بوروکراتیک که در واقع در تجربیات استالین به حالا بگم به وحشی‌ترین شکل ممکنش در واقع اونجا پدید اومده ما اینجا در واقع با یک تصور دینی از روند تاریخ مواجه هستیم و تصور دینی همیشه پدید میاد موقعی که ما انسان‌ها رو سلب اراده می‌کنیم موقعی که ما انسان‌ها رو سلب آزادی می‌کنیم انسان‌ها رو سلب آگاهی می‌کنیم می‌گیم شما آقا جان سرنوشت معین شد و این مارکسیسم در واقع یک همچین فونکسیونی داره یک همچین عملکردی داره انسان‌ها رو سلب اراده و آگاهی می‌کنه و از این منظر در واقع یک دیدگاه دینیه دینی هست به این دلیل که از این پراکسیس اجتماعی یعنی از این روند حالا بگم زندگی واقعی انسان ها مستقل شده حالا به صورت یه دونه قدرت غیر داره در واقع بر انسان ها حکم فرمایی حالا به غیر از این که این ایدئولوژی مارکسیسم یعنی که شکل دینی داره این در واقع با سه تا فرمول هم مجهز میشه این سه تا فرمول هم از سال 1921 تا سال 1922 22 میلادی در کنگره دوم تا چهارم کمیتر اینترنسیونال سپام و این کمونیسی اینترنسیوناله در واقع مدون میشه یعنی در واقع در همون دورانی که شوروی تحت تعرض نظامی دولت انگلستان و فرانسه قرار داشت این چیزی که بشتردن هر میشه سفید یا خوبای سفید و دولت شوروی در اون زمان به دنبال همپیمانهای سیاسی خودش در منطقه میگشت و اون زمان بود که در واقع کمونیست ها تا اون زمان مسئله ناسیونالیست رو به کلی مردود میشوند یعنی در واقعیت اینها با اصطلاح مانیفست کمونیست خواهان اتحاد تمامی کارگران جهان بودند و در واقعیت یک سیاستی رو حالا به عنوان سیاست اینترناسیونالیستی نا دنبال می‌کردند. اونها این دوران در سال 1930
لنین برای اولین بار میان ناسیونالیسم ستمگر و ناسیونالیسم ستم دیده متمایز شد و ناسیونالیسم ستم دیده رو در واقع پیشرو و ضد امپریالیسم. به بیان دیگه این بنیان ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم از طریق لنین بنیان گذاشته شده و نه از طریق مارکسیسم. هیچ ارتباط مستقیمی با اندیشه انتقادی و انتقادی مارکس نداره. این در واقع یک تفسیر، یک تحریف از شیوه تفکر داره بعد از استاد ایدئولوژی در اومد. و این سبب فرمول این شرح اول مبارزه ضد امپریالیستی با همکاری کشور شوروی که البته به عنوان سرکرده گروه سوسیالیستی توی جهان بزرگ مصطفی شده. برای یادآوری بگم که این تئوری امپریالیسم در واقع برای اولین بار بخارین و بعدن لنین اینها رو در واقع طرح کردن. به این صورت که اینها به یه شخصی به نام هیفردی رجوع کردن که ایشون در واقع یکی از تئوریسین‌های سوسیال دموکرات بود و ایشون اون زمان وزیر اقتصاد آلمان هم بود. ایشون یه تئوری داشت به نام سرمایه مالی و این تئوری سرمایه مالی به این شرح بود که میگفت این سرمایه صنعتی با سرمایه مالی ارقام شده در حالی که سرمایه مالی در واقع مسلط شده بر سرمایه صنعتی. و در واقع ایشون مسئله سرش این بود که ما دیگه احتیاجی به انقلاب سوسیالیستی نداریم. ما همین که از طریق انتخابات آزاد یعنی از طریق پارلمان از طریق دموکراسی قدرت سوسیال در دست بگیریم و بانک ها رو ملی بکنیم یا بهتر یا بانک ها رو دولتی بکنیم از اون پس هم در واقع میتونیم به صنعت مسلط بشیم. این در واقع مسئله سر این بود که ما احتیاجی به طبقه کارگر و در واقع انقلاب سوسیالیستی نداریم. همین با سوسیال رفرمیسم در واقع میتونیم هم پروژه سوسیالیسم رو پیاده کنیم. منتها بخاری و بعدن لنین این تئوری سرمایه مالی رو در واقع از ایشون گرفتن و بعدن به این نتیجه رسیدن که این سرمایه مالی در نتیجه که میخواد در واقع صدور سرمایه بکنه و میخواد صدور سرمایه رو میخواد بکنه چرا؟ چون که میخواد سود ویژه امپریالیستی بیاره، یعنی بیشتر سود میخواد بیاره از اون محوطه حالا بگم اقتصاد ملیش. در نتیجه این در واقع منجر به سیاست کشورگشایی میشه و این کشورهای امپریالیستی در واقع با هم دیگه به جنگ میفتن. همون اتفاقاتی در واقع در سال 1914 آغاز شده بود، این در واقع همون جنگ اول جهانی که اون زمان در واقع نباش درگیر بود. بعدا آره تا اینجا این ایدئولوژی مارکسیسم‌لنینیسم در واقع به این صورت برمیداره دو تا جناح متفاوت رو برمیداره در واقع از هم دیگه تمیز. یکی از خدمتتون عرض کردم این ناسیونالیسم ملت ستمگره، منظورش ناسیونالیسم کشورهای امپریالیستیه و ناسیونالیسم کشورهای ستم دیده، منظورش مثلا کشورها بودن مثل ایران، کشورهایی بودن برای نمونه مثل مثلا ترکیه کمال آتاتورک، مثلا به صورت فرانس اوریان این ناسیونالیسم رو ترک نمایندگی میکرد و به این صورت در واقع لنین برای اولین بار این مسئله ناسیونالیسم رو در میان چپ ها رایج کرد و در واقع یک زمینه رو ایجاد کرد که باید از این ناسیونالیسم ستمدیده دفاع کرد در برابر امپریالیسم. البته اینها بعدا توی کنگره دوم و تا چهارم کنیکر این در واقع تبدیل شد به بورژوازی ملی در برابر بورژوازی کنکراژه. یعنی که در واقعیت اینا دو تا جناح متفاوت رو میدیدن که در واقع یه دونش اون بورژوازی ملی این باید پیش به اصطلاح پیشروه این بورژوازی هست که کشور رو صنعتی میکنه در حالی که اون بورژوازی کمپرادور در واقع با امپریالیسم همکاری میکنه و در واقع کشور رو در یه دونه وضعیت عقب افتادگی همیشه نگه میداره. به این دلیل که کشورهای امپریالیستی از کشورهای مستعمره سود ویژه امپریالیستی میبرن. این در واقع این اولین بنیان تئوری مارکسیسم‌لنینیسم. دومین بود این تئوری این بود که یه دونه بود سیاسی که در واقعیت به این صورت بود که چپ‌ها یا کمونیست‌ها باید یه ائتلاف سیاسی می‌کردن یا در واقعیت یه دونه تشکیل جدی با بورژوازی ملی می‌دادن در برابر با بورژوازی کمپرادور که اینا در واقعیت به این نظر بودن که این بورژوازی ملی منجر به استقلال ملی میشه، در واقع در برابر امپریالیست ایستادگی میکنه و سیاست توسعه اقتصادی رو به پیش میبره و از اینجا که این جهان یه شکل دو قطبی داره از اونجا که ضد امپریالیسته در واقع به ناچار بایستی با شوروی که به اصطلاح نماینده بلوک سوسیالیسته باید با این همکاری بکنه. یعنی اینها این نظر رو داشتن
این بورژوازی ملی توی این جهان دو قطبی خواهی نخواهی به سوی شوروی در واقع متمایل. بُعد سوم این ایدئولوژی مارکسیستی این تشکیل جمهوری دموکراتیک خلق و تحقق راه رشد غیر سرمایه‌داری در کشور مستعمر و نیمه مستعمر. حالا این راه رشد غیر سرمایه‌داری هم در واقع به معنی قطع رابطه با بازار جهانی سرمایه‌داریه، یعنی در واقع قطع رابطه با کشورهای امپریالیستیه و در واقع همکاری با مساعدت در واقع کشورهای سوسیالیستی و از جمله شوروی. به هر حال این ایدئولوژی مارکسیستی نیست، همچنین خدمت دوستان عرض کردم بنیانش در واقع در شوروی گذاشته شد و هر بوده حالا به عنوان حالا بهش گفتن حزب برادر، حالا بعضی از حزب بوده به عنوان سطور پنجم شوروی هم سخن میگن. این در واقع توی ایدئولوژی در ایران رواج میداد، ترجمه های متعددی داشت و اون جریان هایی هم که حالا معروف بودن به خط دو و خط سه، خط دو معمولا جریان های فضایی دیدن و خط سه هم در واقع جریان های حالا ماویست بودن. این ها هم در واقعیت همین شیوه تفکر داشتن، این هم در واقع همین ایدئولوژی مارکسیست لنینیست رو نمایندگی میکردن، منتها با این تفاوت که اینا بر سر کنگره 20 حزب کمونیست، کمونیست شوروی، اینا با هم دیگه اختلاف نظر داشتن، در حالی که خط دو منظور من فدایانه شوروی رو متهم به اپورتونیست و رویزیونیست میکردن، اون خط سه حالا سازمان و پیپار برای نمونه این در واقع شوروی رو سوسیال امپریالیست میکردن، حالا اون جریان به سلام ماویسی. ما حالا محصول این رو از فعالیت سیاسی هم که خدا دوستان هر کردم مارکس درست میگه، میگه آقای تحت تحصیل آقای دوری انرژی ایجاد میشه برای فعالیت سیاسی. ما حالا اگر همین آقای دوری که به عنوان مارکسیست لنینیست یه جوری سلطه داشت بر نظر تمام این چپ ها بخواییم ارزیابی کنیم، در واقع داریم این 40 سالی که با جمهوری اسلامی سر و کار داریم، داریم در واقع عواقب این آقای دوری که داریم فعلا متحمل میشیم. به این صورت که ما در واقع تجربه کردیم که این دشمنی اسلامیان با شاه به معنی دوستی با ما چپ ها نه. حالا یه بحثی هست که حالا معمولا آلمان رو پر میکنم، میگه دشمن و دشمن من الزاما دوست من نیست. یعنی این که در واقع میبینیم که این جریان هایی که در واقع قدرت سیاسی رو توی ایران دست گرفتن، در واقع یه کاری کردن که در واقع این روح شاه رو در واقع یه جوری روش رو سفید کردن با این خرابکاری دیگه شدن که الان دو مرتبه متاسفانه تبدیل به آلترناتیو شد و بدیهی که با اینها در واقع نمیشه اعتراف کرد، با اینها نمیشه جلسه. به غیر از این اسلامیان یه جریان فوق ارتجایی هستن و هیچ نشانی هم از پیشروی در واقع در اونا دیده نمیشه. به این ترتیب اسلامیان در واقع تو همون دوران قیام رحمن در واقع موفق شدن که این جریان انقلابی رو مصادره بکنن و در واقع بعدن چپ‌ها یه شکست بسیار قاطعی رو در واقع متحمل شدن. به این صورت ما الان در هیچ کدوم از این سازمان‌ها و احزاب سیاسی که در خارج کشور هستن از اینا حتی یه آدرس پستی هم توی ایران وجود نداره. برای نمونه ما الان نمی‌تونیم بهش نگه نامه بنویسیم که مثلا به سازمان راه کارگر در تهران من اینو دارم به عنوان مثال برم که دوستان بدونن که این شکست تا چه اندازه قاتل بوده. یعنی اصلا اینا رو ما رو اصلا به عنوان از حوزه سیاست به کلی اخراج میکردن. حالا یه جوری هم حالا اگر خارج از کشور یه دوستان مدونی گردنمونه شانس رو بودید که اینا واقعا دستشون از بابا نرسیده، اگر میرسید 100% ما رو اونجا در واقع یک جوری نفله میکردن. بعدا اینجا هم اومدم زدن زدن آره نه کاملا درسته، شما کاملا حرفتون کاملا درسته و ضروری هم روی مسئله کنم که بله منطقه خب موفق نشدن همه رو بزنه، همین که اندیشه خودش اینجا درش بازه یکی از مثال های بسیار در حال من بعدا ما مشاهده میکنیم که اون کشورهای به اصطلاح سوسیالیستی هم کاملا منهدم شدن. من اینجا دارم دیدن که این مارکسیسم نیست، چرا از نظر بنیان اصلا کارش اشکال داره از نظر آقای دوری، یعنی دیگه اصلا در یک کشور دنیای دو قطبی ما دیگه در واقع زندگی نمی کنیم که بخوام یه جوری از طریق سیاست توسعه یه جوری با شوروی بریم همکاری بکنیم. و در ضمن مشاهده میکنیم که برخلاف اون تئوری هایی که ما از امپریالیسم میشناسیم، چرا خود امپریالیسم گفت که کشورهای امپریالیستی سود ویژه امپریالیستی میبرن و این کشورهای جهان سوم توی گیوم یا مستعمره اینا هیچ موقع کشورهای متفاوتی نمیشن اگر که چی توی بازار جهانی سرمایه‌داری شرکت بکنن.
اما در واقعیت مشاهده میکنیم که کشورهای مانند چین، برزیل، کره جنوبی، سنگاپور، تایوان، آفریقای جنوبی و ترکیه و اینا در واقع تبدیل به کشورهای صنعتی شدن، یعنی صنعت قابل مصادره، قابل ملاحظه، اینا در واقع رشد صنعتی داشتن. و مشاهده میکنیم که کشورهای مانند امارات عربی اینا در واقع تبدیل به مرکز سرمایه مالی و تجاری جهان شدن، یعنی یک قطب جهانی رو اینا در واقع به وجود آوردن. و ما اینها رو در واقع با استناد به تئوری امپریالیست از بوخارین و لنین و غیره میشناسیم، اینا رو نمیتونیم توضیح بدیم. اینا در واقع بنیان این ایدئولوژی مارکسیسم است. به بیان دیگه، زمانی که تئوری غلطه، منظور من مارکسیسم است، در نتیجه فعالیت سیاسی هم غلط، در نتیجه شکست هم واقعیه. ما موقع آگاهی خیلی تئوری که دگرگون نکنی با همون شیوه تفکر بخوای ادامه بدی، نباید هم تعجب بکنی که این همچین وضعیتی در واقع به وجود اومده که ما الان خیلی از سازمان‌های سیاسی هم متاسفانه باهاش در واقع درگیر. من حالا میخوام با دوستان یه سری عواملی رو با دوستان درمون بذارم که در واقع این منجر به تقابل آمریکا با جمهوری اسلامی میشه. اینا البته هیچ ارتباطی با این تئوری های گذشته و قبل و اینا نداره. این تئوری ها به نظر من غلط هم جهان رو نمیتونن توضیح بدن و به نظر من غیر قابل استفاده است. و من میخوام در واقع اینجا این وقت کوتاهی که دارم پاکستان میخوام این دلیل صعود آمریکا رو حالا به عنوان هژمونی جهانی، هژمونی جهان سرمایه‌داری با دوستان در میون بذارم و بعدا با استناد به فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی میخوام برای دوستان توضیح بدم که چرا این کشمکشی که در واقع 40 سال جمهوری اسلامی با آمریکا داره، از اون گروگانگیریش گرفته تا همین حالا جنگی که الان به اصطلاح توی راهه، این در واقع پشتوانش چیه؟ پشتوانه نظریش چیه؟ با مارکسیسم نیست اونها نمیتونیم به نظر من توضیح بدم. منتها ما اگه بخوایم به دلایل صعود آمریکا حالا به عنوان هژمونی جهانی بپردازیم، این در واقع از سال 1933 میلادی آغاز شد. این صورت که رئیس جمهور وقت اون زمان که اوجا بوزره برای مقابله با بحران اقتصادی که در واقع تو آمریکا اینا باش مواجه بودن و در واقع مهار جنبش رادیکال کارگری، ایشون اومد یه برنامه ای رو پیشنهاد کرد به عنوان توافق جدید حالا به عنوان میدید، به این صورت که در واقع در این برنامه اون اقتصاد لیبرال که توی آمریکا رایج بود اینو در واقع اومد در واقع اینو اختلال درش بود، یعنی در واقع دولت اومد کاملا دخیل شد در حال که اقتصاد لیبرال میگه هر چی دولت کمتر شرکت بکنه در واقع اقتصاد پویاتر میشه. حالا ما این تئوری ها رو برای نمونه از ریکاردو و از اسمیت هم دیگه هم میشه، اما این کار رو مشخصا آمریکا برعکس این انجام، یعنی در واقع اومد که حداقل کارمزد روزانه رو به 8 ساعت در روز رسون، سندیکا رو به عنوان نماینده صفی کارگران به رسمیت شناخت، همزمان دولت یک صندوق بیمه همگانی و حقوق بازنشستگی برای تمام کارگران نهاد، بعدا از کارگران از طریق مزایای فوق‌العاده در توفیق اقتصادی و کارخونه سعی کردن، همزمان دولت قراردادهای کار رو برای تمامی کارگران در واقع معتبر دانست و دادگاه‌های کار هم تأسیس کرد که یه نفر قرارداد نقض می‌کنه اینا رو داخل دادگاه، و بعدا یک سری نهادهای تولید و مصرف رو در واقع سازماندهی کردن که اینا در واقع به صورت منصفانه قیمت کالاها رو تعیین می‌کردن، یعنی یه قیمت‌ها توی بازار از طریق عرضه و تقاضا انجام می‌شد. ما با یه دولت دخالتگر سر کار داریم که تمام این مناسبات اقتصادی رو تنظیم می‌کرد. در اصل مهم‌تر، دولت یه نقش بسیار فعال هم توی توسعه اقتصادی به عهده گرفت که در واقع تا اون زمان توی نظام سرمایه‌داری هم بی‌نظیر. به این ترتیب یه شرایطی برای مصرف انبوه کالاها بود. حالا قبلا اینجوری بود که از طریق این سیستم حالا تیلوریست و فوردیست، تیلوریست در واقع تقسیم کار توی کوچکترین اجزاست و فوردیست در واقع استفاده فلیس باند، استفاده باند تولید، در واقع از این موقع که اینا شروع کردن اینجوری تولید کردن یک نوع بحرانی به وجود اومده به عنوان بحران اضافه تولید، در حالی که در برابر این تولیدی که توی بازار بود مصرف وجود نداشت. حالا یه بحثی داره فورد، میگه اوتو کاف کانال، میگه اتومبیل رو اتومبیل نمیخره، کسانی که اتومبیل رو دارن تولید میکنن اینا باید اتومبیل رو بخرن، یعنی در واقع میخواست در برابر تولید انبوه باید میخواست مصرف انبوه سازماندهی بکنه. برای اولین بارم
تنها کنسرنی بود، با وجود که اون زمان کنسرن‌های دیگه به دلار و نیم حقوق میدادن روزانه، ایشون 5 دلار در واقع روزانه به کارگراش حقوق میداد که اونا در واقع بتونن پول داشته باشن و در واقع اتومبیلایی که خودشون میسازن در واقع بخرن. خب در این دلیل هست که در واقع این از این حالا بگم سیستمی که توی آمریکا رایج شد که مصرف انبوه هم رو بودید یا که الان پرزید بوزنوید از طریق دولت این رو فاطمه کرد و این در واقع از مفهوم فوردیسم هم ازش استفاده میکنم به تولیات انبوه در برابر مصرف انبوه قرار میگیرن و در واقع این موجب شکوفایی اقتصادی میشه. حالا که این رابطه گرامشی یکی از حالا نظریه پردازان شاخص کمونیست و چپ در واقع از همین مفهوم فوردیسم و امریکانیسم استفاده میکنه. منتها مسئله گرامشی فقط مسئله تولید نیست، فقط زیربنا نیست، اونجوری که ما مثلا توی مارکسیسم نیست فقط توسعه اقتصادی، مسئلهشون مسئله فرهنگ هم هست. یعنی در واقع فوردیسم با خودش یک فرهنگ مناسب، یک فرهنگ مسلط هم در واقع به وجود اومد، این صورت که در واقع این فرهنگ مسلط در واقع از طریق فیلم‌های تئاتر، فیلم‌های سینمایی هالیوود، موسیقی جاز، موزیکال، برنامه سریال تلویزیونی در واقع اینا تبدیل می‌شد، در واقع تبدیل می‌شد. اینا در واقعیت تبدیل به یه شیوه زندگی بسیار، حالا بگم دلپسند بود، اما میگن American Way of Life، این در واقع شیوه زندگی آمریکایی که با برابری حقوقی حالا انسان‌ها، زن‌ها، مردها و تبلیغاتی هم که در واقع مستعد انجام می‌شد که بعد در اینجا آزادی و دموکراسی و لیبرالیسم و همه چیز وجود داره، این در واقعیت آمریکا به غیر از اینکه توسعه اقتصادی شدیدی داشت، بلکه از طریق این فرهنگ به خصوص هم که حالا ما توی ایران بسیار غرب‌زدگی در واقع مشهور، اینا اسلامی هم میگن غرب‌زدگی، این در واقع فقط توسعه اقتصادی نبود بلکه بتونه توسعه کلیه از این در خود آمریکا بود. حالا یه درسی هم داره گرامشی و به درستی هم میده، میگه که هژمونی از توی کارخونه رشد میکنه و کارخونه منظورش در واقع همون کارخونه فورد، تولیدات انبوه در برابر مصرف انبوه و با یک فرهنگ به خصوص که در واقع از آزادی و دموکراسی و لیبرالیسم و خیره از طریق فیلم و تلویزیون و خیره در واقع تبدیل میشه. حالا گرامشی از هژمونی در واقع به معنی میگه توافق زنهبار به وسیله اجبار، به این معنی که گرامشی اونجا در رابطه با آمریکا جامعه سیاسی از جامعه مدنی متمایز میکنه. جامعه سیاسی در واقع همون قوای مقننه از قضایی و مجریه است که ما در واقع در تمام کشورها اینو میبینیم که در واقع یک ابزار هستن برای اعمای اجبار. اما گرامشی مدعیه که در آمریکا هم یه جامعه هم به وجود اومده که بهش میگه چی؟ سیویل سوسایتی، جامعه مدنی، و در واقع این منظورش اساس هستن سندیکا هستن و شوراها که اینا در واقع ابزار توافق هستن. یعنی که ما حالا مثلا یه نگاهی مثلا به این کتاب رو حالا لنین بکنیم، دولت و انقلاب، ببینیم ایشون دولت رو در واقع فقط یه گونه ابزار برای سرکوب و جنبش کارگری میدونه، در حالی که گرامشی توی آمریکا میگه نه، فقط سرکوب نیست بلکه توافق هم هست. توی جامعه مدنی نهادهای متفاوت، احزاب ایجاد شدن، شوراها ایجاد شدن و سندیکاها ایجاد شدن و به این جامعه مدنی میگه در واقع شوت سنگره بده بورژوازی، اینا در واقع میگه اینا موزه های جنگی بورژوازیه، اجازه نمیده که طبقه کارگر مستقیما در باره به تعرض بکنه، اینا رو وارد سندیکا میکنه، باشون توافق ایجاد میکنه و این در واقعیت تبدیل به یه دونه هژمونی میشه. هژمونی هم نه فقط اجبار بلکه در واقع توافق هم ایجاد میکنه، یعنی فقط سرکوب نیست. حالا اگه ما یه نگاهی بکنیم در واقع متوجه میشیم که در اون دوران، در همون دورانی که حالا این نیو دیل انجام شد، از سال 1940 تا 1944 فقط آمریکا 130% رشد اقتصادی داشت. با اونجوری که حالا بالکن میدیم یکی از نظریه پردازان شاخص نظم جهانی چون یک خصوصیت آمریکا در این بود که موفق شد این صنایع تولیدی و منابع علمی خودش رو به مراتب بهتر از کشورهای دیگه در اختیار تجهیزات جنگی بذاره و از این رو هم موفق شد که در جنگ دوم جهانی در دو جای متفاوتی که در اروپا و دیگری توی حالا در برابر ژاپن، توی پاسیفیک ژرفن، اقیانوس آرام،
در واقع دو تا جنگ رو در واقع انجام بده و این دو تا جنگ هم ببره. و در واقعیت مسئله سر این که بعد از پایان جنگ دوم جهانی ما با یه نظم نوین جهانی روبرو میشیم، یعنی دیگه مانند دوران لنین و بخارین و امپریالیسم و اینا دیگه واقعیت بعد از این دیگه اینا هیچ کدومشون دیگه اعتباری نده، اینا کاملا این تئوریا بی اعتبار شده. به این صورت که در واقع دیگه اون وضعیتی که ما قبلا داشتیم به نیچی رو دیده میگه خب کشورهای امپریالیستی متفاوت هستن، اونا سید و ویژه امپریالیستی میکن، میخوان سقوط سرمایه کنن، در واقع میفتن به جنگ با هم دیگه میجنگ. در حالی که بعد از جنگ دوم جهانی آمریکا در واقع حقیق و قدرت هیژمونی که جهانی شد و در واقع این کشورهای سرمایه‌داری که حالا میگم مانند کشور آلمان، مانند کشور فرانسه، انگلستان و غیره، با وجود تضادهایی که اینا با هم دیگه داشتن، اما اینها رو در واقعیت در یه دونه بلوک در برابر بلوک سوسیالیستی اینا در واقع متحد. اینجا هژمونی به این معنیه که همون دیگه خدمتتون عرض کردم این توافق زرهبار به وسیله اجباره، منتها با این در نظر گرفتن که این آمریکا این نظم نوین جهانی رو به صورت یک هیرارشی سازماندهی کرده، یعنی کشورهای متفاوت تحت نفوذ آمریکا قرار گرفتن، تحت سرکردشون هم آمریکا بود. منتها با این تفاوت، حالا اونجور که ایمانوئل والرسکی میگه، این هیرارشی قابل تغییر، یعنی یک کشور میتونه توی یک نظم بازار جهانی باشه، این بعد داره سیاست توسعه اقتصادی انجام بده، یک فرهنگ متناسب وجود داره، از طریق دموکراسی آزادی میتونه در واقع این توی این هیرارشی در واقع یه درجه بالاتر داره، یعنی یک نظام بسته خشک و اونجوری که ما حالا توی تئوریای لنین و غیره میبینیم از اون در واقعیت دیگه در واقع خبری نیست. حالا این مسئله که در واقع دارم به دوستان عرض میکنم، این در واقعیت آمریکا از یک طرف توافق ایجاد میکرد، ما برای نمونه مشاهده میکنیم که وام های بسیار ارزون به کشورهای جنگ زده داد، به خصوص به اروپا و از جمله آلمان. این همون چیزی هست که بهش میگن که این ابزار توافق، با اینا توافق درست کرد، اما از طرف دیگه اجبار هم به وجود اومد. اجبار به این صورت که برای نمونه در جنگ ویتنام شرکت کرد، در جنگ کره شرکت کرد، کشورهای سوسیالیستی رو در واقع از نظر اقتصادی محاصره میکرد، ناتو رو تشکیل میداد، یعنی در واقع آمریکا و از جمله اون یه دونه حالا یک سیستم معتبر پولی جهانی به نام سیستم برتون وودز در واقع سازماندهی کرد که در واقع تمام این کورس‌های ملی در واقع اینها با هم دیگه قابل تعویض بودن، البته توی کشورهای سرمایه‌داری و اینا با دلار قابل تعویض بودن و دیگه اون تضادهایی که قبلا اتفاق می‌افتاد، قبلا کشورهای موقعی با هم دیگه تضاد داشتن، برمی‌شدن ارزش خودشون رو حالا به قول معروف می‌آوردن پایین که بتونن در واقع بیشتر صادرات انجام بدن. یعنی در واقع از این پس که این ارزها با هم دیگه چی شدن، صفر شدن در واقع و معین شدن، دیگه این سیاست اعمال نمی‌شد و در واقع از اون پس یه روی شکوفایی بسیار گسترده بازار جهانی اتفاق افتاد و خیلی از کشورها و از جمله چین، از جمله ژاپن و از جمله آلمان، اینا در واقع موفق شدن در کوتاه‌ترین مدت ممکنه همون جایگاه اقتصادی رو پیدا کنن که قبل از جنگ دوم جهانی داشتن، با وجود اینکه این دو تا کشور توی جنگ به کلی نابود شده. در حال آمریکا از این پس در واقع این نقش هژمونی جهانی رو بازی کرد، هم اعمال اجبار میکرد هم اعمال توافق میکرد، منتها آمریکا این رو در واقع به صورت این سازمان خیریه انجام نمیداد. آمریکا این کار رو انجام میداد در واقع خودش میخواست به مراتب بیشتر از کشورهای دیگه از این نظم سرمایه‌داری جهانی سود ببره، یعنی در واقع از موضع منافع ملی خودش بود که داشت در واقع این کار رو انجام میداد و نمیخواست در واقع به صورت این شرکت خیریه در واقع کار بکنه و بخواد از سلطه ای هم که خودش ایجاد میکنه و دیگه به مراتب بیشتر از کشورهای دیگه سود ببره. به این معنی که آمریکا در واقع میخواست تمام اون مناسبات کشورهای دیگه رو تبدیل به مناسبات شکوفایی اقتصادی خودش کنه و مشخصا از همین مظهر بود، یعنی مظهر من همون نظم نوین جهانی که در واقع تحت تاثیر قدرت هژمونی که آمریکا به وجود میاد، که برای نمونه سازمان سیا از کارهای دیگه هم کرده، مثلا در اروپا ایران دارم مثلا اون تدابیر که بوده های 28 مرداد و برای دولت مصدق بود که در واقع این ایران رو در اون کشمکشی که بستن نفت داشت در واقع تو هم اون گیرانشی مستقر بکنه که ما برده حیث بکنه این که یه قدرتی در دست میگیره و ایران میتونه توی جهان دو قطبی متمایل شوروی بشه
این سیاره یکی از برایی که در واقع کودتا را انجام داد دلیش میده. و بعدا بعد از اینکه این جریان در واقع فاصله پیدا کرد و شاهان و مرمان قدرت آنها بودن مسلط توی ایران در واقع جایگزین شد، بعدا دولت جان اف کندی محمد رضا شاه را جهت اصلاحات ارضی و اصلاحات سیاسی در کشور تحت فشار و این صورت که باید از طریق این اصلاحات حالا بگم سیاسی و این اصلاحات ارضی در واقع از یک طرف باید یک مانعی در برابر مبارزات دهقانی در واقع گذاشته میشه. ما یه همچین مبارزات رو برای نمونه توی چین داشتیم، توی کره داشتیم، توی کوبا داشتیم و توی ویتنام داشتیم که در واقع اونا از طریق همین مبارزات روستاییان در واقع دولت ها رو سرنگون کردن و در واقع یک اشکال نوین دولت رو در واقع پدید آوردن. از طرف دیگه ایران در واقع باید در نظام سرمایه‌داری مدرن و تقسیم کار مدرن جهانی هم اقام میشه، یعنی در واقع باید یک انبوهی از این کارگران مزدی اینا به وجود میمدن که اینا در واقع به عنوان حالا بگم نیروی کار بتونن از طریق سرمایه استثمار بشن، که در واقع این سوء سرمایه یا ارزش‌افزوده سرمایه از طریق استثمار کارگران در واقع تضمین میشه. یعنی ما اینجا در واقع باید با یه وضعیتی در واقع پدید میومد که این کنسرن‌های آمریکایی میتونستن در واقع توی ایران بتونن سرمایه‌گذاری کنن و سود کنن. ما از جمله خاطرتون باشه میدونیم که بسیاری از این کنسرن‌های مثلا آمریکایی توی ایران همون وسایل خانگی تولید میکردن، همون این اتومبیلایی که تولید میکردن برای نمونه حالا البته پیکان که فکر کنم مال فیلمن انگلستان بود، اما ماشین مثلا آریا شاهین این مثلا ماشین رملر آمریکا بود و به صورت ماشین هایی که مونتاژ میکنن چیپ و به نمونه که ایران مونتاژن ها کنسرن های آمریکایی بودن. بسیاری از این وسایل خانگی که درست بودن از طریق مونتاژ یا در واقع هم کنسرن های آمریکایی بودن که در واقع توی ایران برای بازار داخلی تولید میکردن. یعنی در واقع این ایجاد این اصلاحات ارضی به این معنی بود که انسان ها بعد از اون ابزار تولید که همون زمین بود رها میشن و در واقع تبدیل به کارگر مزدی میشن. بنابراین اتفاقی هم نبود که این اصلاحات ارضی توی ایران تحت نام انقلاب سفید یا انقلاب سرخ مد از یه طرف باید جلوی این قیام روستاییان گرفته میشد و از طرف دیگه باید این زمینه مساعدی برای صدور سرمایه آمریکا به کشورهای حالا سرمایه‌داری در واقع توی ایران رو وجود بیاره. اولین بار که این لایحه از طریق این کابینه اقبال به مجلس ارائه شد، این شخصی به نام آیت‌الله بوجردی که بسیار معروف بود این تحلیه میکرد، یکی از حوالیان کودتای 28 مرتضی بود، این از یه شخص به نام آیت الله بهبهانی درخواست کرد. آیت الله بهبهانی که تاریخ ایران مشهوره چون یک مفهوم از بهش کنند دلارهای بهبهانی، یعنی چون در واقع دلارها رو از سفارت آمریکا میگرفت میون اوباش و اراضی تقسیم میکرد که اینا در واقع کودتای 28 مرتضی سازمان بود. آیت الله بوجردی از آیت الله بهبهانی میخواد که بره از طریق نماینده های مجلس باشون صحبت کنه که این قانون اصلاحات ارضی رو که اقبال میخواد تصویب کنه تصویب نکنه. محمد رضا شاه از این فعالیت آیت الله بهبهانی آگاه میشه و بعدا یه نامه میفرسته برای آیت الله بوجردی و بهشون میگه که این اصلاحات ارضی یک مسئله به خصوصی نیست که تمام کشورها اتفاق افتاده و ضرورت یه همچی اتفاقه. آیت الله بوجردی بعدا یه نامه برای شاه میفرسته میگه توی کشورهای دیگه هم خب تمام نظام های شاهنشاهی سرنگون شد. یعنی ما حالا نگاه میکنیم میبینیم یه آیت الله که این در واقع معروف به تقیه خودش هوادار کودتای 28 مرداد بوده، اما موقعی که مسئله اصلاحات ارضی تر میشه ایشون حتی خواهان سرنگونی شاه میشه. خب بعد ببینیم که این تضاد در واقع از کجا میاد و ریشه‌اش در کجاست. من فکر میکنم پاسخ اینو ما باید توی تاریخ این جستجو این صورت در همون زمانی که این شیعه دوازده امامی در ایران تبدیل به دین دولتی میشه، در واقع علمای دینی که اون زمان شیعه دوازده امامی تو ایران نبودن، ایرانی ها اغلبشون یا اینکه سنی مذهب بودن یا بخش وسیعشون اینا در واقع از طریق ادیان باطنی مسلمان بودن، اینا در واقع اسماعیلی بودن، ترجمانی بودن یا اینکه صوفی بودن. در واقع این تشیع دوازده امامی این در واقع بیشترشون از این خاندانهای منطقه لبنان میاد، یه جایی از این مطلب عمل در واقع این سفیران دولت صفوی از اینجا که اینها رو میخواستن بیارن ایران، خب دولت
دولت گفته بود دین دولتی شیعه دوازده امامیه که البته اینم دلیل داشت که در برابر حالا دولت عثمانی بود چون که اونا سنی حنفی بودن اینا باید به هر حال اسلام رو چون خواستن حفظ کنن اینا باید یه دونه ایدئولوژی دیگه رو در برابر اون قرار میدادن بدون اینکه حالا اسلام سلطنت نکنن به هر حال آخوندها توی ایران وجود نداشتن اینا رو در واقع از کشورهای مانند جبهه احمر لبنان و از قطر بحرین و غیره اینا رو دعوت کردن به ایران و در واقعیت اینها یک سری قوره قرار دادن اینا به عنوان یک قشر از طبقه حاکم در ایران مستقر میشن و اینا در واقع تبدیل به مالک میشن یعنی در واقع این مفهوم آخوند این یک مفهوم مختصر از آقا خانده آقا خانده در واقع به معنی کسی هست که چی؟ که آقاست صاحب زمین مالک اینا در واقعیت موقعی که اومدن ایران اینا موفق شدن که در واقع به عنوان علمای دینی اون نقش دلو میگم ایدئولوگ‌ها نظریه پردازان دولت شیعه و دوازده امامی رو به عهده بگیرن و حضوری که من مد نظرمه اینا موفق شدن که تو ایران به صورت دولت در دولت خودشون رو سازماندهی بکنن این معنی که در واقعیت اینها از این بابت من به اینا میگم دولت در دولت چون که اینا در واقع یک سری زمین ها بهشون تعلق میره به صورت اوهام اینا در واقع از طریق رانت این زمین ها امرار معاش میدن منتها این زمین هایی که اینا در واقع دست داشتن تنها منبع درآمد اینها نبود اینا توی بازار هم مسکون شدن و در واقع موفق شدن که یه رابطه کشاورزی با بازاریان ایرانی به راه بندازن و در واقعیت به خمس و زکات بازار هم در واقع یکی دسترسی پیدا کنن اونها یعنی اینها مستقل از دولت منابع مادی خودشون دارن من به همین دلیل بگیدم دولت در دولت مستقل هم میشون بعد اونها یک نهاد مستقلی هم از دولت در واقع سازماندهی کردن برای نمونه تریبون نماز جمعه تعزیه خانی روزه خانی اینا در واقع نهادهای سنتی تبلیغاتی هم هست اینا بعدا مکتب ها کلاس های قرآن حوزه های علمیه رو تأسیس کردن اینا در واقع نهادهای آموزش و پرورش همین آخوندها هستن به عنوان نهاد آموزش دولت در دولت اونا یه نهادهایی هم اداره میکردن که مانند دولت این قوای سه‌گانه رو در واقع در بر میگیره و انجام میده برای نمونه ادعای مجتهدان برای احکام حالا تفسیر احکام به اصطلاح الهی در واقع به اونها یه نقش قوه مقننه رو میده یعنی اینها شریعت رو تفسیر میکنن و در واقع قوانین رو به وجود بعد قوه مجریه اینها در واقع همون لوتیا هستن همون کسانی هستن که میدونی هستن و این لوتیا و میدونی ها که ما نقششون رو گفت که دوران به سرش مرداد خیلی خوب مشاهده کردیم حالا شهر و جعفری در آدم ها و در تریه و خیره در اینو در واقعیت در روزهای عاشورا و تاسوعا برای ابراز قدرت و جهت ارعاب اقلیت های مذهبی در واقع شونه شروع کنن به سینه زنی قمه زنی و زنگیر زنی حالا اگه دوستان خاطرشون باشه توی دوران شاه توی روز 28 مرداد رژه میرفتن در واقع ارتش ارتش در واقع رژه میرفت اونجا اثبات بکنه که ما هستیم که اینجا قدرت در دستاری ما هستیم که کودتا انجام بده و این در واقع این سینه زنی این خمه زنی این زنجیر زنی این یک شکل سنتی رژه است در برابر اقلیت مذهبی که این کشور شیعه دوازده امامیه و کسی که در واقع بخواد اینو این هویت این کشور تحت سوال قرار بده در واقع با یه همچی آدم های طرف داره خب بدیه یه نفر که تنه میزنش سر خودش که بایین دیگه با دیگران چه کار میکنه این در واقع یک شکل ارعاب اجتماعی رو داره که اینا در واقع به عنوان قوه مجریه دولت در واقع دولت در دولت این کار میکنه به غیر از این حالا زیربنای مستقل موت و زکار زمینای اوفار و نهادهای مستقل که دارن قوه مجریه دارن قوه مقننه دارن اینا در واقع به یه دونه توجیه ایدئولوژیک هم دسترسی دارن و این توجیه ایدئولوژیک در واقع معروف به مکتب اصولی این مکتب اصولی از طریق یک نفر به نام سید محمد باقر مجلسی بنیان گذاشته شده به این صورت ایشون در واقع آخرین امام جمعه پایتخت صفویه اصفهان بود و تحت تاثیر نظریات ایشون بود که دعوای حالا جنگ شیعه و سنی توی افغانستان رایج شد به راه افتاد و در واقع بعدا این افغانی ها که در واقع از افغانستان در واقع لشکر کشیدن به اصفهان که این صفویه رو دولت صفویه رو سرنگون بکنن اینکه بالا تاریخ میتونیم بکنیم اونا در واقع تمام این شیعه ها رو به خاک عموم کشید
تا اینکه رسیدم به اصفهان و بعدم با سلمونش کردم. این سید محمد باقر مجلسی که در واقع خودش عامل این جنگ شیعه و سنی بود، ایشون از اون زمان فرار کرد و در واقع رفت نجف و بخش رفت نجف و کربلا و زمان تر تاثیر تحت سلطه عثمانی ها بود، رفت اونجا و در واقعیت این دکترین یا این ایدئولوژی اصولی و مکتب اصولی که تمام آخوندهای امروزی هم در واقع پیرو این مکتب هستن بنیان گذاشت. این صورت کیشون میان فکر و ذکر تفاوت گذاشت و گفت وظیفه مجتهد فکر و وظیفه مقلد ذکر. منتها فکر منظور این نیست که مثلا انسان بشونه به صورت انتقادی فکر کنه. حالا ما موقعی مثلا توی قرآن نوشته متعقلون، یعنی کسانی که عقل دارن، این منظورش یه عقل خردگرا انتقادی نیست، چون عقل در مفهوم عربیش در واقع به معنی پایبند، به معنی پایبند در شطور، یعنی اون چیزی که به پای شطور می‌بنده که شطور در واقع از خیمه ها دور نشه و بچره اما دور نشه، و این مفهوم هم در واقع وارد قرآن شده. و موقعی که مثلا ما تو قرآن می‌خونیم مثلا میگن متعقلون میدونن، منظور این است که مثلا یک سری رفتن مثلا فکر کردن فهمیدن پیغمبر اسلام مثلا درست نیست. متعقلون میدونن معنیش اینه که در واقعیت کسانی که بیعت با پیغمبر اسلام پایبند هستن به دلیل پایبندیشون میدونن این درست میده، یعنی یک عقل انتقادی نیست عقل آخوند، یک عقل پایبندی به اسلام، یعنی ایشون با پایبندی به اسلام فکر میکنه، تفسیر میکنه، مجتهده. و اون کسان دیگه که مثلا حالا به اصطلاح عالم نیستن دیرون نمیشن، اینا فقط باید ذکر بکنن، اینا اصلا اجازه تفسیر رو بغیر ندارن. و بعدا ایشون در واقع مدعی شد، این بچه اولی این بود بشید، بچه دومش این بود که در واقع گفت تا پایان قیمت کفران تمامی مجتهدان همگانی در قیامت امام زمان میتونن که باید این امت اسلامی رو در واقع هدایت شد تا ظهور امام. یعنی ما اینجا با یه دونه دستگاه ساختاری که بسیار متنوع است، مجتهدهای متفاوت دارن، مرجعهای تحلیل متفاوت هستن، اینا در واقع برای مقلدهای خودشون در واقع تفسیر میکنن و واجب خودشون خود زکات هم در واقع از اینا در واقع دریافت. ما حالا میبینیم که در کل جمع از یک طرف با یه دولت سر کار داریم، یه دولت متمرکز، از یک طرف با دولت در دولت آخونده سر کار که اونا هم از نظر مادی مستقل هم، هم نهادهای مستقل خودشون دارن و هم ایدئولوژی خودشون دارن. حالا اون زمان این مسئله اصلاحات ارضی طرح شد و اون شاه اومد گفت بله باید انجام بدیم، آیت الله بروجردی گفت نه انجام بدیم شاه باید سرنگون بشه. این دلیلش این بود که چرا تضاد اینا نشدید بود. بعدا اون زمان گلت در واقع عقب نشینی کرد و بعد از این آیت الله بروجردی ایشون بعد بگم آیت الله عظما بروجردی تا حالا هیچ کس به درجه ایشون نرسید، یعنی هیچ کس اندازه ایشون حدیث و قرآن و این چیزا رو نخونده بوده و هنوز که بوده هیچ کس که حالا کار ندارم که چرت و پرته، اما کار در هیچ کس اندازه ایشون مسلط این نبوده. آره هیچ کس حالا آیت الله عظما نشده بیست نه نه حالا تا اونجایی که حالا دانش من برحال کار در بعد از بعد هم که این فوت کرد آیت الله بروجردی، بعد هم این کابینه امینی در واقع اومد این مسئله رو طرح کرد و این مسائل هم طرح شد تحت تاثیر حالا اصلاحات ارضی و بعدا انتخابات ایالتی و ولایتی هم طرح شد. که در اون دوران یک شیخ حالا نه چندان گمنامی به نام روح الله خمینی اون زمان یک تلگرامی به شاه نوشت. حالا در رابطه با روح الله خمینی اون زمان ایشون آیت الله و از این چیزا نبود، چون در واقع شیخ بود، منتها ایشون نظریه پرداز این فدایان اسلام بود و تا اونجایی که حالا به نظر میرسه چون حتی فتوای حتی هم ایشون صادر بود، از جمله فتوای فتوی کسایی هم ایشون صادر بود. به هر حال ایشون برای نامه میرسه به شاه، تلگرام میزنه به شاه و در واقع از به دولت انتقاد که چرا اقلیت های مذهبی و در واقع زنان هم در واقع حق رأی گرفتن، تلاش کردن هم حق رأی فاعل داشتن هم منفرد، یعنی هم میتونستن انتخاب بشن و هم میتونستن در واقع انتخاب بکنن. به بیان دیگه توی اون زمان که حالا بگم ایران در آستانه ادغام بود در
نظم نوین جهانی، اون نظمی که آمریکا سازمانی کرده بود، اون هیراچی که خدمتتون عرض کردم، ایران باید توی تقسیم کار اجتماعی دخیل میشد، زمینه باید برای سرمایه‌گذاری خارجی پدید میومد. یک بخشی از این آخوندها، حتی همشون هم، اینا در واقع حاضر نبودن که برای شاه بردارن در واقع تولید ایدئولوژی بود. این صورت که شاه در واقع به صورت زولالله فلعرض توی ایران شناخته شد، یعنی این که حالا با وجودی که شاه آریامه این گفت من 2500 ساله یه جوی سر میکرد یه هویت جدیدی برای ایرانیان بتراشه، اما ایشون در واقع از منظر حالا بگم شاه شیعه زولالله فلعرض هم محسوب شد و یه بخش از روحانیت دیگه قادر حاضر نبود که تحت تاثیر این اصلاحات ارضی و اصلاحات سیاسی که شاه میخواد انجام بده در واقع برای شاه برداره تولید ایدئولوژی بکنه و ازشون حمایت کنه. در حال این نظام با شاه به خصوص بسر رابطه با دولت اسرائیل حالا نظرش شاید جالب باشه، در حال به خصوص بچه مسئولیت حقوقی برای آمریکایی‌ها این بالا گرفت و بعدا یک رفراندومی که در واقع دولت اون زمان برای تایید این اصلاحات ارضی و حالا میگم انقلاب سفید سازماندهی کرده بود، این در واقع به درگیری با گردان خوندارخونداد شد که در واقع خمینی چیز شد، دستگیر شد و بعدا به تبعید رانده شد. حالا در رابطه با این درگیری اون زمان البته اسدالله علم نخست وزیر بود، یه ویدیویی هست حالا دوستان بعد نیست که یه مثال بیدن این درگیری چقدر شدید بوده نگاه بکنن. به این صورت یه بخشی از این شایعات‌های آتیلا خمینی برای اعتراض به این دستگیری خمینی رفت بودم روی سقف حوزه علمی قوم و اونجا تحصان کرده بودن. این سربازها در واقع میرن بالا و اینا رو از کله میدازن پایین و این ویدیوش از این رو فکر کنم تعداد وسیع از اینا رو میکشن اونجا. من فقط حالا برای دوستان میام که دوستان بدونن این درگیری اونجا چقدر شدید بوده که برای به بیان دیگه با وجودی که حالا شاه اون زمان خودشو به عنوان حالا دوز تاریخ حالا میام شاهنشاه 2500 ساله جهانشاهی برای نمونه 2500 ساله رو گرفت، دنبال این بود که یه دونه هویت جدیدی برای ایرانیان در واقع بتراشه، اما با یه بحران ایدئولوژیک هم در واقع روبرو بود. این معنی که حکومت جهت انفعال اون اخشار سنتی و اون اخشار دینی رو خود این جریان هایی که بازار بودن اون که جریان هایی که حالا زیاد به اسلام در واقع اعتقاد داشتن، اینا در واقع احتیاج یه تفسیر حالا به اصطلاح مدرن از اسلام داشتن. یا بهتر بگم دولت شاه جهت مبارزه با اون ارتجاع سیاسوخ، ارتجاع سیاسوخ در واقع یه تئوری بود که دولت اینو مطرح می‌کرد، ارتجاع سرخ منظورش همون حزب بوده بود، ارتجاع سیاه منظورش آخوندها بودن. البته حالا تا چه اندازه این تئوری درست یا غلطه سری نمی‌تونیم بحث بکنیم، اما جالب توجه این که این ارتجاع سیاسوخ در واقع اصلا اون ارتجاع سفید خود شاه در واقع وجود اومده بود، اصلا اون 28 مرداد بود که اینا در واقع همچین شکل رو خودشون گرفتن. یعنی ما نباید اینجا علت معلول رو با هم دیگه عوض بکنیم، اونا در واقع معلوله همون کودتای 28 مرداد. در حال شاه اونجا تحت نام ارتجاع سیاسوخ در واقع به دنبال یک تفسیر جدید از قرآن میگشت، دنبال یک اسلام مدرن میگشت و در واقع میخواست یه آگاهی از اوضاع وارونه پدید بیاره که در واقع این افکار عمومی تحت تاثیر اون قرار بده و در واقع بگم اون اخشار فرودست اجتماعی رو در واقع در برابر دولت مرکزی به انفعال بکشه. به بیان دیگه این انبوه فرودستان جامعه اینا در واقع باعث قانع میشدن این اوضاع ابژکتیو اجتماعی که اینا مشاهده میکردن، بیکاری، فقر گسترده، این در واقع غلط، یعنی روند تاریخ داره به سوی حرکت میکنه که به نفع خود ایناست، اینا فقط اینو نمیدونن. این در حالت بود که در واقع اصلاحات ارضی با شکست مواجه شدن، خیلی ها زمیناشون از دست داده بودن. اونا دوستانی که مدارالا همسن من هستن میدونن که در واقع در دوران قبل از حالا قیام بهمن در تمام حوالی شهرها اصلا شهرهای حلبی آبادها ساخته شده بود، اصلا اخشار بسیار فقیه پدید اومده بودن، اینا در واقع محصول همون اصلاحات ارضی شکست خورده شاه بودن. به هر حال اون زمان اینها با همین انگیزه دولت در واقع اقدام کرد، اومد حسینی ارشاد سازماندهی کرد، بعدا اومد یه سازمان اون حسینی ارشاد سازماندهی
حسین بن شاد بعد از با تایید صحبت کرد. آقای بخارم بذارید صحبت شکر کنم شما تو نوبت چون با سینه اشار در واقع با دخالت ساواک در ایران تحسیل شد و در واقع دولت اون زمان سازمان اوقاف و بعدا سپاه دین هم تشکیل داد در واقع اینا بشن ابزار ترویج این اسلام مدرن، این اسلام حالا بگم متمدن، این اسلام امروزی در برابر اون ارتجاع سیاسی. منطقه از اونجا که این اسلام اصولا با لیبرالیسم و مدرنیته در تناقضه و یه همچین اسلامی هم به نظر من دوید نخواهد اومد که هم مدرن هم لیبرال هم متمدن. در نتیجه هم کارش هم همین شد که ما در واقع در نوشته های علی شریعتی مشاهده میکنیم که ایشون در واقع تفاوت میذاره مانند میان شیعه صفوی با شیعه علوی و شیعه صفوی به نظر ایشون منجر به ترویج فرهنگ قسمت انتظار میشه و در واقع دنبال یک ناجیه اینجوری که مثلا انسان منتظر امام زمان ظهور کنه و اینو در واقعیت یک جوری از این شر این زندگی این جهانی رها کنه که ما البته اینجا با جهانگریزی منفعل رو برو هستیم. منتها ایشون تبلیغ شیعه علوی رو میکنه که در واقع به نظر ایشون منجر به ترویج ایمان و عیسی و شهادت میشه. ما اینجا در واقع با یک جهانگریزی فعال سر کنیم، اون شکل اولش انسان منتظر یه نفر بیاد نجاتش بده، این شکل دومیش در واقع خودش در واقع میده از طریق شهادت که به اصطلاح اون چیزی رو درست کنه که در واقع آقای علی شریعتی بهش میگه امت اسلام. این صورت که در تاریخ شیعه دوازده امامی در واقع یک روندی رو به اصطلاح تشکیل میکنه که بهش میگه جبر کلی خارجی، به این معنی که به نظرشون امت اسلامی به صورت ناگزیر به سوی جامعه طبقه تولیدی در حرکت. مطابق شریعتی به این مسئله اضافه میکنه که البته این جامعه دی طبقه تویی خواهد اتفاق خواهد این مقدر منطقیشون گفته از طریق این شیعه علوی انسان از طریق شهادت میتونن در واقع این جبر کلی تاریخی رو در واقع میتونن تصویرش کنن، میتونن به این حرکت شدت بدن. این ترتیب نظریه علی شریعتی در واقع در یک بستر تاریخی فرهنگی متفاوت شد در فرهنگی اسلامی که اصولا با تاریخ فرهنگی کشورهای مدرن ما باش رو برو هستیم کاملا متناقض. دلیش این کشورهای مدرن از طریق حالا رفرماسیون از طریق روشنگری و سکولاریسم در واقع به این جهان شدن دسترسی پیدا کردن، اینا به قوانین مدرن دسترسی پیدا کردن، در حالی که تاریخ فرهنگی ما در ایران اصولا یک همچین پروژه هایی رو پشت سرش نداشت. این در واقعیت این علی شریعتی که بستر تاریخ فرهنگی اسلامی نظریاتش رو متکامل کرد که در واقعیت منجر به ترویجش هم شد، چون که از یک طرف ذهنیت انسان ایرانی تحت تاثیر هم شیعه دوازده امامی بود، حالا این دوستان خواهده سیمو شد از حالا کمونیست های مشهور زندوی پوستر بولیدوهون گفت من اصلا سوسیالیست مرفتم از علی مرفتر بودم و از طرف دیگه در واقع یک وضعیت بسیار گسترده تو ایران پدید آمده بود، همه پلوی آقا داریم از یک طرف با یه زمینه مادی برای کار از طرف دیگه با یه تاریخ فرهنگی و اینها در واقع مسبب این شده که این نظریه علی شریعتی به عنوان حالا جامعه بی طبقه تولیدی در ایران در واقع شکل میگیره. از طرف دیگه اما ما با نظریه پرداز مدرن و سکولار و غیره هم توی ایران سر و کار نداشتیم، یعنی در حالی که اینها داشتن توی حسینی اشارت فقط علی شریعتی نبود متعدی بود در بازرگان و سفر سخنان بود به خیلی اونجا در واقع شکر داشتن شکر کارهای داشتن، یعنی کسی نبود اینجا که در واقع نظریات اینا رو در واقع نقد بود. ولی هست که تحت یه همچین شرایطی در واقع نظریات میتونن در واقع گسترده بشن، چون که حالا قدرت بستگی به توازن قوای اجتماعی داره، قدرت یکی نشونه ضعف یکی داره. موقعی که نیروهای چپ، نیروهای سکولار، نیروهای بگم حالا متمدن، لیبرال اینا اصولا یه حوزه حاضر نیستن، بدیهی که یک نفر که تنهایی به جنگ بره حالا بدونه یک کسی در جنوش بخواد مقاومت داره جنگر هم میبره. به هم دلم در واقع نظریه ایشون در واقع توی ایران گسترده شد. به هر حال این نظریه که حالا گسترده شد حالا به صورت جبر تاریخی به صورت حرکت توی امت اسلامی بعدا در واقع باعث شد که اسلامیان توی ایران در واقع تبدیل به قدرت مسلط اجتماعی شدن و در واقع به بهترین امکانات ممکنم دسترسی داشتن. یعنی در از یک طرف اسلامیان به این ساختار دولت در دولت دسترسی داشتن، از نظر مادی مطمئن
مختلف بودن، نهادهای مجریه داشتن، نهادهای تبلیغاتی داشتن، مسئله‌ها رو داشتن و از طرف دیگه مدت ذهنی هم داشتن چرا بحثاشون رو مدر من کرده بودن، زمینه مالیش پدید اومده بود، تاریخ فرهنگیش هم در واقع رو با خودشون درک میکشتن. بنابراین اتفاقی نیست، بعد از سعد میرزا شاهنشاهی هم در واقع تبدیل این امت اسلامی یا بهتر از تشکیل امت اسلامی تبدیل به وظیفه دولت شد. برای نمونه اگه ما به قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی نگاه کنیم، تو پاراگراف 11 یه وظیفه دولت تشکیل امت اسلامی نمیگه ملت مسلمان ایران، و امت اسلامی در واقع مرزهای ملی رو در کل به رسمیت نمیشناسه. امت اسلامی اونجا تو مسلمان‌ها زندگی می‌کنه و دولت ایران بنا به قانون اساسی در واقع وظیفه‌اش اینه که این اتحاد امت اسلامی رو در واقع تشکیل بده. ما لعنت بخوام ببینیم که این امت اسلامی یا مثلا دیدم فلسفه سیاسی امت اسلامی چیه، بعد در واقع رو بکنیم به قرآن که ببینیم این امت اسلامی که علی شریعه ازی صحبت میکنه در واقع در قانون اساسی جمهوری اسلامی تبدیل به وظیفه دولت شده، این چجوری پدید اومده. این صورت که دولت اصولا بستگی به مرز گذاشتن شما موقعی میخواد یک دولت درست کنی باید مرز باید مرز خارجی بذاری در برابر دشمن خارجی و باید مرز داخلی بذاری در برابر دشمن داخلی، و تمام دولت ها توی این جریان در واقع مشترک هستند. یک همچین برنامه ای هم در واقع خود پیغمبر اسلام توی دوران رسالتش در عرض 23 سال انجام داد که ما البته میتونیم با قرآن و حالا بگم استناد به حدیث میتونیم در واقع استفاده کنیم. این صورت که محمد در واقع در عرض این 23 سال حالا دوران پیامبری دوری و پراکسیس این تشمیل دولت اسلامی رو در واقع بنیان میشه. من حالا برای که دوستان یه نظر مسئله برای شما معلوم تر بشه، موقعی که یک نفر برای نمونه میره دانشگاه درس میکنه و حالا مثلا میره اقتصاد لیبرالیسم میکنه یا میره نمیدونم دوری انتقادی میکنه یا میره نمیدونم مارکسیسم میکنه، برای این یک پنجره باز میشه و این از این پنجره به دنیا نگاه. برای آخونده هم تقریبا شبیه این اینا موقعی که وارد حوزه علمی میشن و شروع میکنن احادیث و قرآن و غیره رو میخونن و این تاریخ رو خودشون ها در واقع در نظر میگیرن به عنوان طبقه حاکم، یک پنجره برای اینا باز میشه، اینا از این پنجره به دنیا نگاه میکنن و ما باید ببینیم این پنجره که اینا بهش دنیا نگاه میکنن چجوریه که تشکیل یک همچین وضعیت رو توی ایران داده، یه همچین قانون اساسی و پدید اومده. حالا 40 سال من شما رو مولا به قول شما آواره کرده و در واقع همچین وضعیت اومده. حالا ما اگر نگاه بکنیم که قرآن در واقعیت می‌بینیم که در اونجا پیغمبر اسلام هم دشمنای بیرونی خودش رو و هم دشمنای درونی امت اسلامی رو معین می‌کنه. من واقعا بدون اغراق می‌گم من کارو در هیچ کتابی ندیدم که یک نفر به یک چنین دقتی این کارو انجام بده. برای نمونه اون دشمنای بیرونی امت اسلامی اینا تحت عنوان کافران، مشرکان و اهل کتاب توی قرآن تعریف میشن و از طرف دیگه با یک سری مقوله مانند فاسق، منافق، مرتد، ملحد، محارب، مخذب بعدا دشمنان درونی امت اسلامی و پیغمبر اینا رو تعریفشون در برابر اون هوادارای خودش هم قرار میده که به اونا میگه متقیان یا متعقلون، یعنی کسانی هستن که پایبند هستن به بیعتشون با پیغمبر اسلام و در واقع خونس هم در واقع میدن، پول هم پرداخت میکنن و اینا رو توی قرآن در واقع همه اینا تعریف شد. این ترتیب این امت اسلامی یه شکل دوگانه به خودش میده، یکی دارالحرب و دیگری دارالاسلام. این دارالحرب در واقع منطقه نظامی و محوطه جهاد محسوب میشه و بنابر قرآن جهاد زمانی به پایان میرسه که تمام کفار نابود شدن و تمام مشرکا در واقع منهدم شدن و جهاد زمانی به پایان میرسه که همه ادیان ویژه الله میشن، یعنی که این خاتم الانبیا تمام مردم دنیا باید به دین اسلام روی بیارن و باید الله رو بپرستن. این مضمون قرآن هست، یعنی اینه که این پیغمبر اسلام در برابر این حالا دارالحرب که منطقه جهاده دارالاسلام قرار میده و در واقع این دارالاسلام سرزمین امت اسلامیه و وظیفه خلیفه هم در واقع ایجاد وحدت کلمه است، که البته این وحدت کلمه نه با منطق، نه با گفتگو، نه با انتقاد، بلکه در واقع بنابر قرآن با حسب فیزیکی مخالفان به وجود میاد، یعنی باید میان در واقع قتل عام بود.
من حالا برای مصداق صحبتم میخوام یه آیه از قرآن بخونم، این آیه 30 سوره بقره است. برای دوستان میخوام بگم حالا قرآن رو نشید. به یاد آر آنگاه که پروردگار از فرشتگان را فرمود من در زمین خلیفه خواهم گماشت. گفتم پروردگارا آیا کسانی خواهی گماشت که در زمین فساد کنند و خونها ریزند و حال آنکه ما تو را تسبیح و تقدیس میکنیم؟ خداوند فرمود من چیزی از اسرار خلقت بشر میدانم که شما نمیدانید. منطقه یعنی ما اینجا با یه امت اسلامی سر کار داریم. جارو هر قابل به جنگی جهاد کنه همه رو با مسلم کنه. جارو اسلام باید بزنه هر کسی مخالف دین و اینا فاسق اونها اینا بزنه منحدر کنه سرکرده اینا خلیفه است. و این خلیفه هم به هیچ که پاسخگو نیست، میتونه خون بریزه فساد کنه، فرشتگان هم حتی نمیدونه، فقط خداست که میدونه بعد این کار انجام بده. یعنی یک چک سفید به این، حالا فرق نداره اسمشو بذاریم، وقتی فرق داره ولایت و اختلاف، بعد به این داده که تو آقا جان صراط المستقیم باید اینا رو بزنی نفله کن. منتها فلسفه سیاسی حکومت اسلامی به این معنی نیست که ما با یک نظام مطلقگرا مواجه هستیم. برای نمونه قرآن رو مسلمان ها هشدار میده که تا زمانی که توی جهاد پیروز هستید صلح نکنید، اما اگه در حال شکست خوردن هستید برید صلح کنید. قرآن میگه؟ قرآن. من برای شما، من شما در مورد کتاب چیز هست میتونم الان برای شما بگم. نوبت؟ بله حرف دانشمندانه اینجایی که نوبت. نه شما موضوع باش قرآن. برای نمونه قرآن مسلمان ها تحبیل که با مشرکان، کافران، منافقان و اهل کتاب یه دوستی نکنید، اما اگر از اونا ترس دارید میبینید با اونا دوستی کنید. حتی قرآن حتی انکار الله اگه سوری باشه و منجر به نجات مسلمان ها بشه اینو حتی در واقع قابل مجازات نمید، در حالی که مجازات ارتداد در واقع مرد. حالا تو قرآن آمده میگه بود خون، گوشت مرده و غیره نخور، خوش نخور، اما این داشتیم این مردی رو بخور. به بیان سارتر ما اینجا با یه دونه فلسفه سیاسی مطلقگرا سرکار نداریم، ما با یه فلسفه سیاسی مصلحتگرا سرکار داریم. اینجوری نیست که مثلا هیتلر و استالین و غیره نیست، این مصلحتگرایی میکنه. به بیان دیگه این مصلحتگرایی به معنی یک عقب نشینی لحظه‌ای و سازماندهی شده جهت تجدید قوا و تعرض دوباره به دارالحرب و دارالاسلام. یعنی اسلامیان هیچ وقت از تشکیل امت اسلامی اینا صرف نظر نمی‌کنند و منصرف نمی‌شن، مانند یک سپاهی هستن که موقعی که دارن شکست می‌خورن عقب نشینی می‌کنن، اما توی عقب نشینی خودشون در واقع هم کشتار می‌کنن هم مستقلات نظامی رو زدن منهدم می‌کنن که در واقع از فشار دشمن کم کنن. ما این مقوله مصلحت رو در اواخر جنگ ایران با عراق در واقع در همون دوران خمینی به خوبی مشاهده کردیم که در واقع موجب به کشمکش شرعی میان دو جریان متفاوت فقه سنتی و فقه پویا شد. این صورت که در واقع فقه سنتی کسانی بودن در واقع یک از نظر فرداز، نظر فرداز که چه اصلا بکرد نمایندگانش همون آیت‌الله خامنه ای بود و آذری قومی مجلی هم داشت نام رسالت که رو نمایندگی میکرد. در برابر اون فتوپویا رو در واقع اون همین آقای موسوی که حالا رهبر جریان سبز شد ایشون نمایندگی میکرد. ایشون زمان نخست‌وزیری بود، میخواست بسیار از قوانین رو تصویب بکنه، شورای نگهبان اینا رو مردود میکرد، به این گفت نه ما باید یه مقدار پویا تفسیر بکنیم که بتونیم این قوانین رو در واقع بتونیم اعمال بکنیم. و بعدا خمینی اون زمان برای موسوی یعنی برای فقه پویا موضع گرفت، یعنی میگفت ما باید مصلحت اندیشی بکنیم. منتها در سال 1978 موقعی که این دعوا در واقع بسیار بالا شده، بعد خمینی اومد یه دونه فتوایی رو اعلام کرد که در واقع این فتوا بعدا معروف شد به فتوای ولایت مطلقه تبریز. این صورت که خمینی حکومت اسلامی رو خوب حکومت اسلامی متعلق به اصول دینه، متعلق به پیغمبره و در نتیجه در برابر رعایت اصول دین این اولویت داره. یعنی شما حفظ نظام مثل توحید و نبوت و معاده، در حالی که برای اون فرم فوردی اون نماز و خمس و زکات و غیره هست می شما باید اینو حفظش کنید و بلایه هست اوجه بود واجه بود اوجه واجه بود اوجه واجه بود. یعنی در واقعیت این جزء اصول دینه که شما باید دولت و قدرت سیاسی حفظ کنید و برای این کار باید مصلحت گرایی کنید، یعنی باید عقب شیشنی سازماندهی بکنید. بعد حالا اون چیزی که خمینی بهش گفت جامعه زهر
یا چیزی آقای خامنه‌ای بهش به نرمش قهرمانانه، اینا در واقع همین مصلحت‌گراییه. گوشت مرده نخور اما اگه داشتی می‌مردی برو بخور. سر با آمریکا مذاکره نکن، اما اگه سیب گم گردنه برو باش مذاکره بکن. یعنی اینا در واقع من دارم بوشتان در ذهن می‌ذارم که یه دونه فلسفه سیاسی دفورفورس یه نظام جمهوری اسلامی داره در واقع انجام میده. و اون جریان حالا بیانیه 598 شورای امنیت هم در واقع تحت تاثیر همین مصلحت نظام پذیرفته شد و اون قتل عام زندانیان سیاسی که در واقع خمینی فتوای اینم داد در واقع تحت تاثیر همین مصلحت نظام اینا در مصلحت خودشون دیدن که در واقع بزن اینا رو بکشن. همون چیز که دوستان عرض کردن، از یک طرف میره مذاکره میکنه قوانین قرار کنه، عقب نشینی میکنه، هم موقعی هم که عقب نشینی کشتار میکنه. یعنی هیچ موقع متقاعد نمیشه که آقا جان این دارو هر و دارو اسلامو ولش کن، ادامه میده این کارشو و الان 40 سال این کار انجام بده. در حال ما اگر یه نگاه اجمالی به این رابطه ایران و آمریکا بکنیم در از این 40 سال، بعدا به بهترین وجه ممکنه این تقابل ایران با آمریکا رو تحت این سه تا عامل متفاوت خیلی بهتر میتونیم بفهمیم. تا اینکه رجوع کنیم به تئوری های امپریالیسم و یا نمیدونم تئوری لنین و غیره یا مارکسیسم لنینیسم، این سه اصلی که خدمتتون عرض کردم، اول هژمونی آمریکا، هژمون سرمایه‌داری، یک هیراشی رو سر خودشون بالاست و قدرت نظامش هم داره، تمام کشورها هم در واقع گذاشته توی این سطوح تحت تاثیر خودش. جمهوری اسلامی هم توی منطقه است که در واقع میخواد از توی این هیراشی میخواد یک درجه بالاتر بره، میخواد تبدیل به قدرت منطقه بشه. دعوا اینو در واقع سریم دو تا جنبه متفاوته و جنبه سومش در واقع سیاست خود نظام جمهوری اسلامی، فلسفه سیاسیشه که مصلحت گراییه، که در واقع یک جوری به نظر من کامبوزی که یه دیگاه کاملا قرون وسطاییه، بزار 400 سال این شیوه تفکر امت اسلامی خدمت داره توی اون ساختارش. اما با این وجود انگاری که بسیار هم در این نظم جهانی خیلی خوب میگنجه، یعنی میتونه باش تاکتیرن کنه، میتونه جنگ را بندازه. این مصلحت گرایی از این بابت ضروریه که خدمت دوستان از گرم جمهوری اسلامی و اسلامی ها هیچ موقع از ایجاد امت اسلامی صرف نظر نمی کنه، فقط عقب نشینی می کنه. برای نمونه اگه خاطرتون باشه تو این جنگ 8 ساله که با ایران عراق بود، بودن جنگ تا فیروزی باید کربلا رو بگیریم، بریم اورشلیم رو بگیریم، بعد قوانین قانون بیانیه 598 رو پذیرفتن، اما از طرف دیگه شروع کردن حزب الله رو سازماندهی کردن توی لبنان، از طرف دیگه حماس رو سازماندهی کردن، از طرف دیگه توی جنگ های مثلا سوریه رفتن شرکت کردن، از طرف دیگه با بوسیه رو برای نمونه. یعنی اینا اینی که از تشکیل این امت اسلامی صرف نظر نمی کنن، ابزار دیگر رو در واقع به کار می گیرن که در واقع سیاست خارجی خودشون رو انجام بدن. در سرکوب و قتل عام ایرانیان که تاکنون من ندیدم ما در واقع کوتاه بیان یعنی که صرف نظر بکنن. در حال ما همین حالا بگم این 40 سال بخواهم حالا یه دون وسط اجمالی در نظر بگیریم، می‌بینیم که همیشه اینا در واقع با هم دیگه با وجودی که درگیری داشتن همیشه با هم دیگه همکاری کردن. برای نمونه بعد از این گروگانگیری و در واقع آمریکا سیدیزی تبدیل به یه دونه حالا بگم دکترین دولتی شده بود، اما این روابط پشت پرده آمریکا با ایران هیچ موقع در واقع خاتمه پیدا نکرد. من می‌خوام به خصوص در این ارتباط از اون همکاری سازمان سیا و سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی در واقع با جوزف فاضله اینو به عنوان مثال بگم، در واقع 83 بود که در واقع توبیا رو در واقع گرفتن. این در واقع نتیجه یک لیست بود که شخصی به نام ولادیمیر پوتین، ایشون در واقع توی کاجده مسئول ایرانی‌ها بود، ایشون در واقع میره به انگلستان، فرار میکنه به انگلستان و در واقع این لیست رو در اختیار سازمان اطلاعات انگلستان میذاره، اینتلیجنس لیست، و بعدا آمریکا اینو به دست میاره. با اون زمانی که اینا فکر میکردن که ایران به خاطر اینکه تسلیحاتش داره پایان پیدا میکنه متمایل میشه به شوروی، بعدا در دوران رونالد ریگن این لیست رو در واقع میفرستن برای جمهوری اسلامی که بله این توده‌ها دارن توی ایران کودتا سازماندهی میکنن و 1983 اگه خاطرتون باشه بعد این حزب توده رو دستگیر کردن و آوردن جلو تلویزیون و جامعه و غیره. این در واقع محصول همون همکاری اطلاعاتی سازمان سیا بود با سازمان اطلاعاتی ده. بعدا میخوام به عنوان مثال سفر مکفالن به ایران رو از این سخن بگم که در واقع ایشون رفت اونجا و تجهیزات جنگی در سپاه پاسداران بود. بعدا میخوام در رابطه با اون جنگ حالا بعد از واقع 11 سپتامبر ما تمام ابعاد مصلحت گرایی رو میبینیم، موقعی که آمریکا در واقع حمله کرد به افغانستان و بعدش هم در واقع به عراق،
دوران خاتمی اینا گفتن آقا ما یک جانبه از غنی سازی اصلا صرف نظر نمی کنیم، خودشون رفتن درشو بستن آقا فقط سراغ ما نیاد. اینا در واقع ما فقط با این سیاست مصلحت گرایی نظام در واقع میتونیم بفهمیم. و این قرارداد برجام هم که در واقع اونجا تایید شد، این حالا اگه شاید چنید نمیگن روح برجام یا میگوتن برجام دو برجام سه، اینا رفته بودن این برجام رو بسته بودن که بعدن این اصلا دولت روحانی گفته بود بله ما بعدن یک سری رفرم‌های داخلی هم انجام میدیم. اونا در واقع 180 میلیارد دلار از آمریکا گرفتن و بعدش هم کاری که اونا خواستن انجام ندادن، گفتن نه فقط برجام یک، اینا در واقع همون پولایی که گرفتن دو مرتبه برای سیاست دارالحرب و دارالاسلام در واقع انجام دادن، یعنی کارشون رو ادامه دادن، یه عقب نشینی کردن اما دو مرتبه هدف واقعی خودشون رو جهت تشکیل امت اسلامی دنبال دارن میکنن. در ضمن من باید بگم این آخوندها که این کار رو میکنن، اینا این کار هم در واقع حالا میگم فی سبیل الله غیره، اینا برای جیب گشادشون هم میکنن، یعنی اینجوری نیست که اینا فقط میجنگن فقط قتل میکنن، اینا میلیاردر هم میشن. یعنی پشت این سیاستشون، پشت این شیوه تفکرشون منافع بسیار مادی و پولهای کلان خوابیده و اینا در واقع دارن به بهترین وجه ممکنه دارن در واقعیت از این استفاده میکنن. نکته ای که من حالا میخوام تو پایان سخنانم با دوستان در میون بذارم اینه که ما با رجوع به این ایدئولوژی حالا میگم شکست خورده واقعا مارکسیسم نیست و این تئوری‌های امپریالیستی قدیمی که این نمیدونم الان کشورها میفتن بدون همدیگه و این با اینا به نظر من وضعیت کنونی که ما الان توی ایران توی منطقه داریم به نظر من نمیتونیم توضیح بدیم. در واقعیت یه اشتباهی هم که اون زمان چپا کردن که بعد خمینی زده امپریالیستی و دشمن من دوست دادن ما تو واقعیت بود که نه اینجوری نیست. این در واقعیت این نظاری هم که الان ما الان توی این منطقه با سر و کار داریم، حالا میان جمهوری اسلامی با آمریکا، این در واقع بدون واسطه با ما کاری نداره. اینا دو تا جریان متفاوتند، یکی هژمونی جهانیه، اون یکی میخواد امت اسلامی تشکیل بده. و راستش رو بخوای این دو تا سیاست هیچ کدومشون به من مربوط نیست. یعنی اگر اونجا نزاعی اتفاق بیفته، جنگی اتفاق بیفته، اینا تا اونجایی به نیروهای چپ مربوط میشه که در واقع توی این نزاع طبقه کارگر ایران و مردم هم که قربانی این دعوای میشن. و به نظر من چپ ها باید از اون ایدئولوژی های گذشته شکست خورده فاصله بگیرن، یه مقدار عمیق‌تر به جریان پیدا کنن و به عنوان یک جریان حالا میگم غیر مستقل هست و در واقع در برابر این دو تا جریان سوپر ارتشی، هم نظام جمهوری اسلامی و هم نظام آمریکا، حالا دونالد ترامپ که اصلا مشهور به نژاد پرستی، زن ستیزی، خارجی ستیزی، حالا مدتش شده طرفدار ایرانی ها که مثلا ایرانی ها خوبن اما مکزیکی ها بودن، خب این چه حد دروغ چطور کنونده مثلا مدرد با آدم ساده لو تکنه، یعنی باید از این وضعیت اومد بیرون ها که یا طرف اینو بیا طرف اونه، ما باید خودمون متمرکز کنیم روی طبقه کارگر، اون مردم ایران که در واقع دارن قربانی این جریان میشن و بدیگه از این وضعیت هم باید سیاست کلی منعقد کنیم. دوانی من انتظارم از دوستان از دیگه که روی بحث متمرکز بشن، بحث های جنبی رو بذاریم کنار، تو بحثی که شد کردم روی اون پای چیز کنیم، چه به شکل پرسش، چه به شکل نقد نظر یا بیان نظر، تو هیچ فرقی نمی کنه برای من. بعد محبت کنید که تو لیست جا میگیرید کوتاه و اگر سوال داری سوالتون رو کنکرت شدید که ما از پرسه این شب یه در واقع دریافت معلومی داشته باشید. آقای جواری حدی هم بذارتید چشم، من خودم متوجهم که زمان معلومی واسه در میگیرم آزدون بزنید. نه بکنید، من در واقع دو تا سوال دارم، یکی اینکه دولت بر دولت زمین های رقصی برای آخوندها، این صرفاً مال اسلام و ایرانه یا سابقه داشته؟ ایران دیگه. یکی اگر پیش بریم خیلی راحت است. دولت در دولت این همیشه پدید میاد. موقعی که شما یه زمینه مستقل مادی داشته باشی و در واقعیت به نهادهای اجتماعی هم دسترسی پیدا کنی. ما حالا مثلا برای نمونه تو همون برای این اروپای خودمون
ما اصلا اینجا با یه دونه دولت مرکزی سر و کار داشتیم، نام دولت واتیکان نبود. یعنی در واقع بر تمام کشورهای اروپایی اینجا در آن حکمرانی میکرد. یعنی موقعی که شاه در واقع با شاه میخواست همیشه باید از این یکی رضایت میگرفت، که در واقع بعد از این رفرماسیون این ساختار در واقع شکسته شد. نه مختص ایران نیست این متوقع. خب از اونجایی که من برمیدارم به ایران متمرکز میشم، حالا بعد نیست برای دوستان توضیح بدم. حالا من با استناد به مارکس این شیوه حالا تطبیقی رو من واسه شما قبول ندارم. اون شیوهی که حالا مارکس نقد میکنه بهش میگه نقد درونزادی و نقد کننده. یعنی برمیداره این تاریخ فرهنگی رو در نظر میگیره، نقد میکنه این رو، و ایشون مدعیه که شما میگه برمیداره جوانب تطبیقی رو استفاده میکنه، برمیداره اون چیزهای مشاور رو جمع‌آوری میکنه، و بعد اون چیزهایی که در واقع مثل هم دیگه نیستن اون در واقع از بین میرن، و بعدا شما یه سری اشکال به وجود میاری که با ماهیت در تناقض. اما اگر شما میخواهید این اتفاق نیفته، باید نقد درونزادی باشه، یعنی باید نقد از تاریخ فرهنگی خود ایران به وجود بیاره. من حالا یه همچین نقدی رو آماده کردم در واقع کتاب مال 20 سال پیشه، در واقع رساله دکترا من یه نقدی هست از عوامل تاریخی، فرهنگی و اقتصادی تشکیل و تداوم نظام جمهوری اسلامی، که سعی کردم در واقع این روش شیوه تفکر مارکس رو برای این تاریخ در واقع استفاده کنم. تو کتاب ساعت کردم این سطح کتاب فارسی هم از مطال من رساله دکترام به آلمانیه. دوستان حالا میتونن اونجا در واقع این روش هم این مطال چیز بکنن که بدنم دوستان این کتاب چند دون مسلطه بر روش های تحقیق های تحقیق. برای اینکه برخلاف یک از نظر سیاسی من یه آدم کاملا بی‌سوادم، زیر سر. از نظر اجتماعی من به طور مداوم دارم میخونم و سعی میکنم که یاد بگیرم، و میدونم که این زمین های وقتی و دولت در دولت در اروپا فراغون بده. بهترین نمونهش تا اواخر 1900 انگلستانه. خانواده های پولدار بچه هاشون رو یه زمینی میدادن که بچه ای که ارث نمیبرده یه زمین وقفی داشته که اونجا به عنوان کشیش زندگی کنه، و باید میرفته درس میخونده، کشیش میشده و کلیسا میداشته توی دهی. این بوده. بنابراین وقتی که ما میگیم ایران، درست مثل این میمونه که این فقط مربوط به ایرانه، یعنی فقط مشکل ایرانه، در حالی که نیست. سوال دوم من اینه که تاریخ 2500 ساله‌ای که شما میگین شاه میخواست به ما یه هویت جدید بده وجود نداشته؟ یعنی ایرانی اصلا نبوده، بعد شاه میاد تصمیم میگیره که شاهنشاه آریامهر به ما یه هویت ایرانی بده؟ اول اینکه من نمیخوام بگم این فقط شکل ایرانه، ما فعلا داریم راجع به ایران صحبت میکنیم. موقعی هم که راجع به ایران صحبت میکنیم و بعدی باید نمونه هایی رو بیاریم که در واقع در ایران مسلط هم به این شکل دولت در دولت. منطقه توی تاریخ فرهنگی کشورهای اروپایی اتفاقاتی افتاده که تو تاریخ فرهنگی ما نیفتاده. برای نمونه ما همین جلسه رو برای نمونه بخوام توی ایران بذاریم، بینیم آقا یه سری افراد با چماق و مثل الله کرم و حزب الله ایستادن بیان بزنن تو سر کله شماها، الله سر من رو سرزن میگیرن میبرن. یعنی ما نمیتونیم برداریم یه چیزی بگیم که آقا جان اینجا اینجوری بوده اونجا اونجوری بوده، در نتیجه ما این مسئله مهمی نیست. نه مشخصا عکسش درست. من کاملا بی سوادم. حالا این چه حرفی؟ ما هیچ کس کاملا بی سواد نیست. نه از نظر سیاسی شما بنده کافی سواد دارید. همین که وارد اینجا بحث میکنید ضروری هم نیست که ما بی سواد هستیم. اما واقعیت اینه که توی تاریخ فرهنگی اینها یه اتفاقاتی افتاده که من و شما میتونیم اونجا با هم یه صحبت بکنیم. شما چهارقدر سرت نیست، اینجا پروین سیاه نیست، حزب الله بیرون نیست، من و شما فرار کردیم اومدیم اونجا، هیچ کم از اینجا فرار نمیکنه به جمهوری اسلامی زندگی بکنه. به هر حال شما این وقایع عینی که اینجا اتفاق افتاده باید یه جوری توی این کانتکست تاریخ فرهنگی بفهمیش. موقعی که میگه خب اینجا هم که بوده، خب اونجا هم که هست، پس چرا نتایجش متفاوته؟ شما منظور من رو اشتباه نگردید. نه نه شما باید اول ببینید یه حرف. من موقعی که میگم روش تحقیق، شما همیشه باید از اولویت
واقعیت از مطلب. ببینید تو این پراکسیس چه اتفاق میفته، ما داریم چه کار میکنیم. شما موقعی که این رو متوجه شدی، این ضروری هم نیست که شما خیلی سیاسی باشی یا نمیدونم بفهمی فلان کس چی گفته. همینی که شما این چیزی که حالا مارکس داشته پراکسیس، همین پراکسیس، همین حرکت واقعی اجتماعی رو شما اگر متوجهش بشی، حالا من خاطرتون باشه من تو سخنم از شکست صحبت کردم. برای چی من اینو صحبت کردم؟ که شما رو یه مقدار واقع‌بین بکنم به این وضعیتی که ما چپان متحمل شدیم. ما حتی آدرس پستی هم توی ایران نداریم. یعنی شما موقعی که متوجه این پراکسیس، این واقعیت، این شکست شدی، بعداً تازه میتونی بری چیکار کنی؟ اون ایدئولوژی، آگاهی تئوری رو نقد بکنی. حالا یکی از دوستان اونجا خیلی برافروخته هم بود و حاضر هم بود بیاد اینجا بحث بکنه، ایشون مثلا برای نمونه هنوز به واقعیت اساسی پیدا نکرد. اصلا به نقد مارکسیست، اصلا حالا که اصلا میدونه مارکس و لنین چی گفت یا نه، حالا شما نسبت به اون رزن به مرتبه باسواد‌تر هستید. اما این چیزایی که ایشون میگفت، برای اینکه آقا ایشون نسبت به این پراکسیس بی‌اعتناست، به این حرکت واقعی که داره اتفاق میفته بی‌اعتناست. کسی هم که نسبت به این حرکت واقعی بی‌اعتناست، این در واقع شیوه تفکرش از این مستقل میشه و وارد متافیزیک میشه، میره چی؟ یک جهان اخروی، یک جهان دینی، یک جهان غیر واقعی برای خودش درست اون تو وندر زندگی میکنه و هیچ تأثیر متأثر یک تأثیر واقعی اجتماعی هم نمیتونه بزنه. انگیزه منم در واقع سر اینه که ما تطبیقی صحبت نکنیم، بیاییم ببینیم آقا وضعیتمون چیه، توی چه منطقه بدبختی افتادیم 40 ساله و بعدا از این عظیمت بکنیم اندیشه‌های گذشته‌مون رو نقد بکنیم. بدیهیه که در برابر اونا هم باید اندیشه‌های جدید انتقادی هم به وجود بیاره. این در واقع از این جهت من از این شیوه صحبت می‌کنم. شما سوال در واقع سومتون در رابطه با هویت، آخه راستش بخواید نه، من انکار نمی‌کنم. حالا یه حالا اگر وقت داشته باشید، من یه کتاب نوشتم، این دلیل در واقع این چی میگن عبور ایران از اون شیوه تفکر ایران باستان، منظور من به دین اسلام. یعنی نه تنها من نسبت به این هویت بی‌اعتنا نیستم، بلکه اینو خیلی مهم میدونم. بعد در ضمن در رابطه با هویت ایران، هویت برای من یا ایران برای من باشه بخواد این تمامیت ارضی نیست. ایران برای من یه تاریخ فرهنگی، و حالا ممکن بعضی دوستان متوجه بشن و این به نظر من شکست ناپذیر، این تاریخ فرهنگی، این ایرانی بودن، این به معنی ناسیونالیسم نیست، این به معنی که یک سری افراد اومدن توی این مملکت شروع کردن کشاورزی کردن و از این کشاورزی، از این زمینه مادی ایده های خودشون هم پدید آوردن که این حالا در اون شکل حالا زرتشت به وجود اومده، حالا به صورت گاتای زرتشت، و این دستخوش تحریف های بسیار متعددی شده و تشکیل تبدیل به ایدئولوژی شده. اون چیزی که من دارم میگم که این ایرانی یا به ترجمه به عنوان تاریخ فرهنگی شکست ناپذیره، هر کسی که به این کشور اومده در واقع در انگیزه این بوده که در واقع اینو به شکست بکشونه. برای اولین بار همین آقای الکساندر بزرگ، اسکندر کبیر، مقدونی، این در واقع اومده بود که در واقع می‌خواست این جریان نابود بکنه. کسی که مثلا همین گاتای زرتشت این بود که در واقع مفقود کرد، نابود شد یه بخشش رو، و بعدا خود اعراب بودن که اینا در واقع مدرن سال و اساطیر با تاریخ مشخص. حالا سوال 1400 ساله که اینا در واقع دارن به اون میگن تاریخ جاهلیته. الان این آقای روحانی در امسال میگه من نوروز علوی را به شما تبریک میگم. علوی منظورش نوروز حضرت علیه. اینا اصلا نوروز قبول نداشتن. اینا ماهاشون ماهای قمری بوده. اصلا فروردین رو اردیبهشت کنه، منتها میبینه در این نمیتونه شکستش بده، جاهلیت هنوز رو آتیش دارن میپرن، هنوز نوروز جشن میگیرن. میگه اما نوروزه علوی میخواد به صورت اسلامی مصادرش بکنه. ما همین تجربیات هم با چیز داشتیم، با طوایف مغول داشتیم. اینا تمامشون اومدن در واقع اومدن این تاریخ فرهنگی رو پذیرفتن. و من موقعی که میگم این ایران شکست ناپذیره، منظور من این تمامیت ارضی نیست. من یه زمان این کشور هم نابود بشه، اما میدونم این تاریخ فرهنگی، این پاورجا میمونه. شما حالا توی ارمنستان هنوز دارن نوروز جشن میگیرن. یک نفر بود متاسفانه اسمش خاطرم نیست، ایشون رهبر سمفونی ارکستر توی ارمنستان بود. ایشون رو دعوتش کرده بودن ایران و کاملا خوب فارسی صحبت میکرد. یه نفر اومد باشه مصاحبه کرد، امکان داره آره
آره. اومد صحبت کرد و گفت شما به عنوان اقلیت مذهبی گو اقلیت مذهبی خود من گو اقلیت مذهبی خوده گو من از دوران کوروش کبیر اجدادم دارم توی کشور زندگی میکنم خودم ایرانی میدونم و واقعیت هم اینجوریه توی ارمنستان هنوز دارن نوروز جشن میگیرن توی کردستان دارن نوروز جشن میگیرن توی تاجیکستان دارن جشن میگیرن توی افغانستان دارن جشن میگیرن 1400 سال هست میخواین رو توخاری و نابودش بکنن جمهوری اسلامی که 40 سال داره این کار رو میکنه اما این پاورجا میمونه ها مسئله منم در واقع تمامیت ارضی و اینا نیستن اینو مثلا ناسیونالیست اینا دیگه کار داره بله در قبل اینکه سوالها رو مطرح کنم خیلی تشکر کنم بابت این وقتی که نازی و این همه اطلاعات به ما دادی که بعد از یک سال مطالعه میکنم این سوال من اینه در مورد اینکه توری های مارکسیسی عواقبش شد مارکسیسی عواقبش شد که 40 سال این حکومت آدم خوار بیاد اینجا چیز کنه و مسئول قدرت بشینه و این همه زنی ستم بکنه من خواهم بگم که کشورهای دیگه هم بودن عذابی بودن از کشورهای دیگه که با همین توری مارکسیسمی اومدن و از کجا هم گرفتن این که ما آیا درسته که ما این محدود کنیم بگیم که ما چون اندیشه مارکسیسمی برگزیده بودیم باید شکلیه چه مدیم یکی از سوال دومم اینه که میگی که کسانی دعوت کردن که مثلا در دور حکومت سفیدی کسانی من این با صیغه مجهول چون میگی میخوام بگم این افراد کیا بودن حکومتی بوده کسی بوده که سفیدی القا کرده که مثلا این آخوندهای وردار از لبنان و اون در اول جمع کنه بیاید در ایران همین سوال هم ممنون اولی که این مارکسیسم ما اینو باید توی کنتکست تاریخیش بفهمیم ممکنه یه اتفاقات ایز نمیدونم حالا شما شاید قبول داشته توی چین افتاده شاید توی کوبا افتاده بعد نظر شما سیران موفق بودن شرط راجعه اون نمیشه تو اما شما باید نگاه بکنید ببینید این مارکسیسم که وارد توی ایران شده این چه اتفاقاتی توش شد ما یه دونه کنفرانسی بود به عنوان کنفرانس باکو اینا در واقع اومدن گفتن اسلام در واقع مترقیه و در واقع اسلام ضد امپریالیست این برای اول بروده تر شما اگر رجوع کنید به این نشریه دنیا در واقع مال حزب توده است که همون دوران قیام تحقیق شد این آقای احسان طبری میخواد اثبات بکنه که این در واقع امت اسلامی همون جامعه کمونیستی خودمون حالا یه خانمی هست به نام ملکی محمدی ایشون چندین وقت ملکه محمد ایشون تو نشریه دنیا چندین مقاله نوشته شما برای نمونه اگه نگاه بکنید حالا میگم مثلا دختر طالقانی مثلا فمینیست اسلامی اما راسته بخواهد فمینیسم اسلامی نزده توده کشف کرده شما برای نمونه این نشریه هم این مقالات ملکه محمدی میخونید ایشون میگه که پیغمبر اسلام اصلا به رسالت رسیده که وضعیت زنها رو تعدیل بکنه چون که قبلا زنها رو میکشتن و بعدا این اومده گفته که شما نباید مثلا زنها رو میکشید و بعدا میگه آره اومده برابری رو سر یه حقوق ویژه برای زنها خواهد شده شما حالا فقط یه بین دروغ تا چه اندازه شما اگه فقط کافی دو نسل دختراتو بکشی اصلا تمام نسل عرب برمیفته شما موقع دختراتو میکشی چطور میتونه در واقع یه همچه اتفاقات بیفته در ضمن ما اون زمان توی کشور عربستان تو حجاز و غیره افزایش جمعیت داشتیم اینا در واقع از نظر تاریخی اثبات شده اینا یک دروغ‌هایی هست که اینا در واقع میگن آقا این برای تعدیل مثلا وضعیت زن افتاده حالا برای نمونه اگه نگاه بکنیم اما زندگی خود پیغمبر مون آقا پیغمبر اصلا آدم گفته خودش بی سواد بوده کاروان‌دار بوده 23 سالش بوده پدر مادر نداشته میبینی که همسر اولش خدیجه 40 سالش بوده کاروان‌دار بوده قبل شوهر داشته و یه آدم ثروتمندی بوده، متولدی بوده بعد ببینیم که پیغمبر اسلام برای اونه با ایشون زندگی میکنه بعد از اینکه ایشون میمیره ایشون زن دومه که میگیره شخصی به نام سوده که ایشون هم از خودش دو مرتبه مسلطن بوده بعد موقعی که هجرت رو انجام میده زن سومش رو میگیره که عایشه است یعنی تا اون زمان در واقع پولیگامی یا بهتر در چند همسری اصلا برای مردا رایج نبوده این پیغمبر اسلام بوده که در واقع رایجش کرده ما با یه سری افسانه و اسطوره سر و کار داریم مسئله مهم سر اینه که این خانم ملکه محمدی
برمیداره پیغمبر اسلام به عنوان ناجی حقوق زنان برمیداره یه جوری تعریف میکنه. حالا به غیر از اون بوتایی که اون زمان توی مکه بودن، ما با سه تا بوت مؤنث اون زمان سرکار لات و اودوم نه، یعنی اون زمان بوتای مؤنث وجود داشتن. اگه زنها واقعا اینقدر خار و پس بودن، چطور اومدن تاجر شدن؟ چجور اومدن بازرگان شدن؟ چجور اومدن توی اینجا تبدیل به خدا شدن؟ یعنی ما با یک سری اسطوره و دروغ در کار داریم که در واقع 400 سال دارن اینا رو به ما تحمیل میکنن. از همه مهمتر حزب توده تازه اومده به تبلیغش میکنه به عنوان فمینیست. یعنی اینکه اینکه حالا مارکسیسم نیست توی کوبا چی کار کرده میگم راجمون رو باید بحث کنیم، اما اون مارکسیسم نیست که از طریق حزب توده توی ایران چیز شده تبدیل به همون شده که آقا ارتجاع سیاه و سرخه. شما هنوز که هنوز حزب توده از دفاع از نظام جمهوری اسلامی کجا نمیاد، یه حرفای فرخ نگرداره که من براش توضیح نمیدم. ایشون آقا 40 سال هنوز که هنوز داره از نظام جمهوری اسلامی دفاع میکنه. نه نه اونا سازمان جوانانش، سازمان جوانانش شیوه تفکرش مارکسیستی نیسته. این شیوه تفکر رو خانم ملیه محمدی تمام جریانا این شیوه تفکر توی سرشون هست و اینا در واقع از این بابت از جمهوری اسلامی دفاع میکنن، چون خودشون رو در واقع مؤسس جمهوری اسلامی میدونن و این واقعیت اینا توی تشکیل نظام جمهوری اسلامی سهیم بودن. جمهوری اسلامی مالکش میدونن، در واقع میگن آقا سر ما رو کلا گذاشتن، یه اختلافاتی داریم فدار بزر و تحلشون و از این بابت هم دفاع میکنن. از این نظر هم میگم این مارکسیسم نیست به نظر من غیر قابل، غیر قابل دفاع، قابل استفاده نیست. نکته بعدی که صافیه در رابطه اینا کیا بودن توی صفویه، این رابطه مقاله در احمد کسفری واقعا خوندنی، اسمش از شیخ صفی و خاندانش و تبارش. این چرا این به شیخ صفی بکنه شیخ صفی بینه اردبیل نیست، اردبیل نیست، این راسته های گیلانی اینا توی اون یه صوفی بوده، صوفی بالا بوده، این را در حال اسمش خاطرم نیست. این میمیره در واقع دعوا سر این فرقه بود. این شیخ صفی و دین با یه نفر دیگه چونم متاسمون اسمش با خاطرم نیست، هم میتونم نگاه کنم میتونم ازو جدا رو بگم. اینا دعواشون میشه و بعد در واقع اینا رو از گیلان میرونن، این بعد میره اردبیل به اونجا در واقع زبان ترکی یاد میده. ایشون اما صوفی بوده و سنی بوده. حالا این احمد کسروی برمیداره این هفتا شیخی که تو این خانواده میان به شیعه دوازده امام تبدیل میشن، میاد اینا رو توضیح میده که این در نزاع و درگیری هایی که با این دو تا طایفه متفاوت ترک داشتن، قرقلوندو و قرقلوندو، اینا رو داشتن، اونا در واقع سنی مذهب بودن، اینا اومدن یه دونه شبکه دیگری رو تأسیس کردن که همون شیعه دوازده امامی بود. منتها میگم اینا شکل باطنیش بودن و از اونجا که این شکل باطنیش رو نمیتونستن دولت تشکیل بدن، باید این شیعه دوازده امامی رو برن یه شکل ظاهریه. حالا اگه خواستی من این باطن و ظاهر هم میتونم کوتاه توضیح برات بدم که اینا تفاوتاشون چیه، بعد اونا تعبیر میکنن، تفسیر میکنن، آقا بگم تا همه اندازه کافی باشه. اما اگه خواستی میتونیم همون توی این کتاب تاریخ دینداری و فلسفه دولتمداری در ایران تو همون سال آرمان انچه نگاه کنیم، من اینا همه رو مستند و مستند کنیم. من خوش آمد دوستو برم عرض کنم که صحبت هایشون یعنی بحثی بود و خیلی نظر مخالفه میتونید تناقض زیاد داشت. از اون بگید که حسین ارشاد رو سالات میسید رو من بکنم کنم یکی داری تاری اطلاعات در رو کارسیم ارشاد یکم چه چیزی بکنم حسین ارشاد سالات میسید تاسیسش نه اصلا صاحب مثل تاسیس رو صاحب چیز چیز من گفتم با تایید تاسیس شما حالا خب شما میگید چی حالا برای من چیز رو آقای شخصی به نام آقای قمارنو حرفش خیلی روشن داره میگه چون دکتر شریعتی و آخوندها در هر منبر یا محراب یا شریعتی رو میکوبن تفکر شریعتی رو من یا رو درست کردم که فقط شریعتی بیاد حرف بزن این رو اتفاقا تیرکی که در در رابطه در آنی حسین ارشاد سابق ساخته من گفتم با تردیه سابق تحصیل شد شما حالا میگید چیز بزن رو بلی تو خرشو بزن رو بر بعد از کنم که شما در تحلیلهای آن مبارزه ایزه به سر میداری عملا ثابت شده که یک مبارزه ایست که دموکراسی به جامعه ملدی و حقوق شهروندی منتقل بشه مبارزه بر علیه سرنوشت اولا ثابت شد
حداقل 60 سال حاکمیت کمونیسم در یک قدرت عبر بودن مشاهده کرد. این حریف به منزل نمی‌رسید. برای اینکه کشوری از اقتصادش به لحاظ سرمایه داری و روش نکنه، اون عدالت اجتماعی که بر چیز به دنبال میشه، این رو از قحطی و یک اقتصاد ایدیاتی که شما نمیتونه در پیش نمیتونه. برای این تز از بنیانش یک تز متناقض میکنه. بعد ایش که دارم تا عقل گفتیم از این بود دارم که گفتیم عقل بودیم بازن شده عقل و اقال از عقل اقال میگه مثلا خود قرآن میگه یک سری کلمات من هست متشابه اونایی که در دلشون حالا من مردم شما نیست میگه اونایی که در دلشون مریضیه همیشه دنبال متشابهات میگردن کلمه متشابه معنی دیگه هم دارن اقال از عقل که مثلا ریشه عقله یعنی چیزی که انسان رو در چارچوب یک قانون محدود یعنی شما امروز در پایبندی و قانون پایبندی به قانون اون موقع مربوط پایبندی به شریعت ببینید قانونی که حالا شما میتونید در این رابطه کن که بالاخره چیز دوستی قبول نداشته باشید ولی اون گفته پایبندی به قانون اخبار قانون قومت قانون نداره قانون که خوب بیه قانون داره که من همش قانون نداره بعد از کنم که من از خود مسئله ایدئولوژی مارکسیسم این رو یک آگاهی کاذب آگاهی کاذب عبارت میشه از این که شما نوعی آگاهی به جامعه میدی به مخاطبت میگی مثل اینکه مثلا یه آدرس غلط میگی دستش سر از نخوجا بردن و یکی از دلایل هم در رابطه آگاهی کاذب تقدیس حاکمیت مطلقه فرقه کارگر یا زحمتکش هست که چون زحمتکشه حتما باید حاکم بشه نه خیلی کسان از این زحمتکش هستن ولی از لحاظ سیاسی الان کلی از زحمتکشان و رفتانیان چون مقدار رژیم مطمئنی هستن باید ساندیس نماز جمعه شو پر میکن کیان زحمتکشان بیچارا هستن تقیقا هستن بعد اینکه کسی زحمتکشه پس برای این اندیشهش حتما به اندیشه رهایی بخش و آزادی خواهان است و یک حقانیت ویژه در تاریخ داره این چیز عجب غریبیه این بود با تکه های دموکراسی جامعه ملت اصلا حقانی میده این در اطلاع آبایی کازه بعد شما گفتید که اسلام واقعا پرکتیک محض یه آیه سریع هست در قرآن که لیس الانسان الا ما سعا هیچ چیزی برای انسان نیست جز نتیجه کار کوشش هیچ چیزی نیست این باید کار کنه تلاش بکنه کوشش بکنه برای اینکه آخوندا هر چیزی من اثباتن اونا خود برای خودشون بافتن درست کرده این که کوشون میشینه بخورن بعد آگاهی من آگاهی کاذب رو اتفاقا یکی از بلاهای بزرگی میگم که تو جامعه ما نماینده دینی یا این آگاهی کاذب آخونده هستن نماینده غیر دینی یا مانتریالیستی این آگاهی کاذب هم متاسفانه مارکسیست هستن یا یه دری از روشن های ناسیونالیست خیلی ناسیونالیست نجات پرست یا نوع آگاهی که به جامعه میدن آگاهیشن آگاهی درست نیست آدرس غلط داره نوع آگاهیشن کاذبه بر اساس آگاهی کاذب داره اون آدرس میگه سر از آخر داره و شما در این تحلیل تو قربان یک مرده با اون کسی که بهتون رو نوشتیم و زحمت کشیدیم چرا به فروپاشی شوروی اصلا توجه نکردیم چرا شوروی قربان قدرت بزرگ مارکسیستی، سوسیالیستی بدون اینکه با یک جنگ خارجی روبرو بشه بدون اینکه با یک انقلاب داخلی روبرو بشه توسط خود حزب حاکم و رهبر حزب حاکم جریان منحل شد این علتش چی بود این اگر غیر اینکه این ایدئولوژی دیگه ناکارآمد بود نمیتونست به خواستهای جامعه مدنی و جامعه امروزی پاسخ بده و خودش خلص را کنید من همین باشم هر نام بودون شما یه مقدار حرف کنید منو تکرار میکنید بعد هم اون وقت رو من اول میگه فروپاشی شوروی تو ایدئولوژیش ناکارآمد بود
ایدئولوژی فاسیستی نیست بود. من تمام وقت دارم اثبات کنم که ایدئولوژی ناکار آمده. شما حالا ما دیگه همونی داریم و همون تقام میدونم. بعد دوباره که میگیم مارکسیست ایدئولوژی فاسیستی رو منم با شما هم نظرم. اصلا مارکس هیچ موقع نبود که من مارکسیستم. مارکس اومده گفت من یک تئوری درست کردم از این حرکت واقعی جامعه است. به این حرکت واقعی جامعه میگه انتقادی و انقلابی. چون متضاد. اسم تئوری هم از ماتریالیست و تراتیویالیستی. من اینو هم من مارکسیست قبول ندارم. این تئوری محصول تحقیقات ایشون کاری که کرده و خیلی از دوستان برمیدارن نقد مارکسیست کنن و این رو میخواد تو پای منتقده هم بکنه و این نمیشه. مارکس نه ایدئولوژی درست کرده نه دین درست کرده. مارکس کاری که کرده اومده رابطه فلسفه با فلسفه رو قطع کرده. ما اینو برای نمونه در رابطه مثلا با هگل میگیم. اونا یه سری فلسفه‌های استعلایی درست کرده بودن تو کانت پیش بشنیم. ایشون باید از طریق یه دونه فلسفه یه دونه ذاتی بشنان رو فلسفه ایمنه برمیدار خود بنیاد اونا رو نرد مثلا می فویر باقی از فلسفه متریالیستی برم دو بنیاد میداره از طریق این فلسفه میره به نقد هگل. مارکس اما اصلا این کار رو نمی کن. مارکس با حرکت با استناد به جهان واقعی با استناد حرکت واقعیه که میره فلسفه رو نرد میکنه. مارکس بنیان یه جهانبینی نمیسازه. مارکس مارکسیست نمیسازه. مارکس اصلا ایسم نمیسازه. این یک تئوری داره با استناد به جهان واقعی میره به نقد فلسفه های موجود. خودشم میگه که باید جهان دیگرگون کرد. چرا باید جهان دیگرگون کرد؟ چون که یک سری افراد در اونجا کار میکنن حضره کارگر هم اینا استثمار میشن و در واقع اینا شدن یه جوری فرودست محصول فعالیت خودشون، محصول فعالیت آگاه خودشون، محصول فعالیت کذب خودشون و از یک این فعالیت کذبه در نتیجه اینا فرودست هم. ایشون هیچ موقع نگفت یک طبقه کارگر باید حاکم بشه. ایشون میگه امانسیپاسیون راه ها باید بشه، نمیگم آزاد بشه. اون چیزی که شما میگید، میگی دموکراسی و آزادی داره، ما اصلا اینا رو قبول نداریم. شما الان به خود حساب خود بسیار آزاد هستید، اما از بند قید و بندهای اجتماعی شما راه ها نیستید. شما اون چیزی که محصول شیوه تفکرینه در واقع متاسفانه هنوز متوجهش نشد. در آنارشیستی من جان یا آنارشیستی؟ نه نه آنارشیست به چیز نیست. مارکس در رابطه با اینی که داره در واقع طرح میکنه، حالا این صحبت هم که شما در رابطه با سرمایه داری میکنید از من خاطرتون باشه، از یک جهان جهودی صحبت کردم. گفتم یه طرف شوروی بوده، این ایدئولوژی مارکسیسم رو میگفت، طرف دیگرش امپریالیسم بوده و سوسیالیسم. و موقعی که میخواستم استناد بکنم که این تئوری دیگه قابل استفاده نیست، یکی از وجود اینکه این تئوری قابل استفاده نیست این بلوک سوسیالیستی یه وجود نداره. یعنی من به این مسئله فروپاشی صحبت کردم، منتها متن سخنرانی من حالا تو عرض این 3 ساعتی که من وقت دارم یک متن در واقع هژمونی جهانی و من نمیتونم به تمام مسائل بپردازم. اینو من بیان نظر کنم و اینا رو نقدش کنم. در رابطه با اسلام، اسلام گفته کار و کوشش. خب شما مگر اسلام شناستر از آخونده هستی؟ آخونده اسلام نمیشون. نه کار نداره. شما یعنی شما یعنی مثلا آقای البغدادی و بن لادن و خمینی دیگه متخصص ترید. کدوم یکی اینا کار رو کوچه نه خب عزیزم اینجوری نشد. نه اولا اینکه مقایسه من با اونا نه شما عزیزم خود شما من عزیزم اومدم گفتم شما نه اجازه من هر وقت باشم من گوش میکنم. یک نکته بگم من میخوام جلسه رو درست بشه. امیر جان موقعی که تو صحبت میکردی دکتر فریدون ساکت بود، حالا اینکه ایشون دارن صحبت میکنن از شما خواهش میکنم شما هم آرام باشید که ما بشنویم. اگر نکته ای داشتی بعد از من اجازه بگی به تو وقت میدم. یعنی با هم من موقعی که میگم پراکسیس حرکت واقعی اجتماعی، حرکت واقعی اجتماعی نیست، البغدادیه، بن لادنه، خمینیه، اختلاسگره، دو شفورگره، مصلحت‌جوه، توی اونجا تارخت و شاختون هم سرشونه، دفعه توی کانادا یه دفعه نیست. شما میخوای به من بگی اسلام به اینا گفته کار و کوشش، بعد شما اسلام رو خوب فهمیدی؟ آقا مثلا اونا فهمیده آقا 2000 جنایت و اسمش هم از امت اسلامی. شما باید اون تئوری که ارائه میدی به اون پراکسیس اجتماعی بخونه. اگر غیر از این باشه شما میگی ایدئولوژی سازی. شما خودت از متخصص ایدئولوژی سازی هست. برداشتی یه دونه تصوراتی از اسلام و خودت درست کردی، اینا رو مستقلش کردی، متخصص هم که خوشبختانه هستی، اما اینا با واقعیت‌های اجتماعی نمی‌خونه. به این میگن ایدئولوژی. در ضمن
نظام شوروی خودش نظام سرمایه‌داری دولتی بود. سرمایه‌داری فقط اینجوری نیست که 4 نفر بیان اونجا مالکیت خصوصی داشته باشن، شما میتونید مالکیت دولتی هم داشته باشید. حتما نباید با بورژوازی سر کار داشته باشید، با بوروکراسی سر کار داشته باشید. میتونید با قانون ارزش سر کار داشته باشید. میتونی با اضافه تولید سر کار داشته باشی و این اضافه تولید رو میتونه به صورت دولتی ما بین بوروکرات ها تقسیم کنی. همین اتفاقاتی که توی شوروی اتفاق میافتاد، همین آقای پوتین که الان شده نماینده ایشون هم رئیس کادیبه توی DDR بوده. تمام آدمایی که الان شدن سرمایه‌دار توی روسیه، اینا تمامش از تو هم حزب کمونیست شوروی در اومدن، تمامش از تو هم سازمان کادیبه در اومدن، اینا تمام الیت این مملکت بودن. اینا که نمیدن کارخونه ها رو به این کارگرا بدن، یعنی تجهیزات نظامی رو که نقدن دست یکی دیگه بدن. همین آدم ها بودن منطقه اومدن قانونش رو عوض کردن و قبلا حق مالکیت دولتی داشتن، حالا اومدن شد حق مالکیت خصوصی. یعنی شما نمیتونی برداری یه دونه جریانی که مشخصا ضد طبقه کارگر، ضد انسانهایی که کار میکنن ساخته شده، برداری دو مرتبه بر علیه کسانی استفاده کنی که در واقع منتقد دو جریان هستن. این به نظر من غیر قابل تصدیق. یک سوال داشتم، فرق سرمایه و ثروت چیه؟ همین دیگه سوال نمیشه دیگه. ثروت چون دیگران تو نه بله ثروت واسه بخوام دو تا چه سال ماست بود، دو تا زمینه اجتماعی داره، یکی نیروی کار و دیگری طبیعت. سرمایه در واقع شکل حالا مونتر مالی این، اما با این وجود محصول فعالیت آگاهی و طبقه کارگر، منتها این آگاهی چیست؟ از خود بیگانه است و چون که از خود دیگاه به حق مالکیت سرمایه هم تمیده. سرمایه محصول ارزش اضافی، یعنی محصول نیروی کار کسانی هستن که دارن کار میکنن و تولید میکنن توی بخش خدمات، توی بخش هنر و همچنین توی بخش تولید مال. این سرمایه هست. رفت سرمایه هست با توری رانت باید بودید تا زمانی که زیر زمینه نه نیست، اما موقعی که طبقه کارگری رو بردار میگی شما باید تبدیل سرمایه بشه. ماشین نه ماشین میره، ماشین از هوا میفته، ماشین رو کلی نفر ساخته دیگه. علی گره آیدو تو با سپاس از شما خیلیم من یاد رفته با این سفر موتوری هم تشید کنیم رنجری رنجری عرض شود که این چیز هم که طرح میکنم در واقع نما مادا شما صدرشون هستید این مهاجر یه دانشوی شدید یه قایش رو بزن رو بزن مثلا دست زاویه میشه به نقد در واقع بحث بیش از اکسرت شما میشه. یکی اینکه آمریکایی که شما تصویر کردید و نیورد اوردر هم زمین جهانی رو به عنوان اواقع آمریکا رو به عنوان هیدنگی هایراکی در واقع برشمورد، به نظرم این تفسیر متعلق به اعتماد در اصل جنگ سرد. یعنی اگر ما دوران ترامپ رو، دوران فعلی ترامپ رو در واقع کم بکنیم از در واقع تاریخ امریکای پس از فروپاشی تا جمهوری شوروی، ما این رو در دوران کلینتون، در دوران اوباما نمی‌بینیم. ما مرتب می‌بینیم که در واقع اینها دنبال پیدا کردن در واقع انگیج شدن با اروپا هستن. یعنی این اضافه هم به عنوان هده این حالا که دیگه نمید دوران ایمپایره، یعنی اگه با اون نگاه پچه میگه تو هارت ببینیم به عنوان ایمپایره در واقع این مجموعه به نظرم دورش گذشت، یعنی دورش الان با یه تفصیل دیگه باید هم این یه نشته. نشته دوم من میگردم به پایان فرمانشادشون، به نظرم جسارتا در واقع خانشی که از تاریخ اسلام و از کلمات و آیاتی که ارجاع به قرآن دادید به نظرم به شدت قابل مناقشه است و این قابل مناقشه بودن موجب میشه که در نتیجه وقتی که در واقع تفسیر رفتار سیاسی جمهوری اسلامی و عمله دار اسلام و دارال هر تشکیل میخواید کاملا تاثیر بذاره. به نظر میاد که حالا من میشه بحث کرد و زمینه های بحث هم با هم بزنم که رفتار محافظه کارانه حاکم جمهوری اسلامی عموما به خصلت یک نظام سیاسی برمیگرده، نه مصلحت اندیشی در واقع روحانیت و سنتی روحانیت، و اگر هم ارجاع بدهید مصلحت اندیشی سنتی روحانیت بیشتر به مسئله مصلحت اندیشی سنتی ها برمیگرده تا دیانتی که اینها در واقع هم دارد. اینو من میتونم در واقع میتونم بحث بکنیم به نظرم قابل است. اما در مورد ارجاعاتی که در واقع دارید خیلی مفصله، ارجاعات در واقع دیدی که دارید من چند تا مورد موردشون مثلا علامه مجلسی گفتید اصولیست، علامه مجلسی به هیچ وجه اصولی نیست، علامه مجلسی عالم کاملا اخباری، در پیش از مجلسی گفتید آخوندها نبودن، همسال کدینی ها بوده، حوزه قم
خیلی قبل‌تر از در واقع دوره صفوی فعال بوده. حوزه‌ای که حالا بین النهرین یا میان رودان در واقع در همون ایران فرهنگی بزرگی که شما هم در واقع فرمودید خیلی هم خوب اشاره کردید، حوزه هزار ساله نجف رو بوده. یعنی به نظرم این بحث‌ها بحثاییه که یه مقداری دقیق نیست. یا مثلا وقتی شما به کلمه عقل ارجاع می‌دید، این المعجم المعجم العربی المعانی لكل رسم معنیه، عقل الولد ادرک حقایق الاشیاء، به درک و فهم که خواستید معانیش اینجا با صرف فعل و اینا هست، اتفاقا دقیقاً به درک و فهم در واقع کلمه عقل ارجاع می‌دید. مگر اینکه شما بفرمایید که این کلمه در زبان عربی 1400 چون زبان دوران تطوری یه امروز میشه، این کلمه در زبان عربی 1400 سال پیش معنی دیگری میداده. مثلا امروز هم روی من توی بحث میکردم در مورد یه بحثی که در زبان خارجی بوده ان جی، حالا ممکنه تفاوت این مگر اینکه این بحث مطرح بشه. یا مثلا بحث فرمودید که در واقع مثلا عملاً راستان اصولی بوده، اصولی بودن آقای مجلسی. خب ما میبینیم ما دو تا جریان اصولیون و اخباریون مواجهه قم و مواجهه قم و نجف رو داریم. اصولیون بیشتر عقل محورن ولی عقل رو ذیل متن میبینن. حالا مگر اینکه منظور شما از عقل این بوده که عقل رو ذیل متن میبینن، نه برای متن مقدس، منظور قرآن و سنت. اخباریون عقل رو کامل میذارن کنار و صرفا به در واقع روایات و متن صرفا کامل مثلا برش کنه تفسیر رو و تفسیر رو یا بازفهمی رو از متن بر نمیتاره. این در واقع دوره های مختلفی رو ما از مواجهه این جریانات توی تاریخ تطور فیدانی باقر مجلسی اخباری بود با صاحب بهاران انبار اخباری بود و این یه حالا میتونیم در واقع بخش بکنیم. یه در واقع این یا مثلا یه آیه رو فرمودید ارجاع دادید به مبحث حکومت اسلامی، نوصد به همان نقدس لک، یا اون اینی اعلام وانتون لا تمنام خدا میگه من میدونم شما رو میدونم مهاجه. اون اصلا مهاجه خداوند با فرشتگان سر خدمت آدم از ایش رفتی و رسیم خود اسلامی تا اونجایی که در واقع نه تنها در متن، تا اونجایی که من تفاسیر رو دیدم هم نداره. حالا اگر جای ارجاع داده شده من خوشحال میشم که بشنوم. به نظرم میگم به نظرم حالا شما بر مبنای یک نگاه خاص که به نظر من به شدت قابل بحث رو می‌بندم، به شدت قابل مناقشه است، در واقع این تاریخ رو تفسیر کردید و به اون نتیجه رسیدید. به اضافه این نکته عرضی که داشتم، یکی خانش چهاردهه اخیر جمهوری اسلامی که بیشتر مسئله محور کاملا با شما موافقم، اما دلیل این مسئله که دلیلش به هر حال ارزم چیز دیگه است. یکم در مورد هژمونی ایالات متحده که به نظرم این هژمونی مال دوره جنگ سرده. ببینم الان شما به علت حجم عظیم اقتصادی که بزرگترین حجم اقتصادی به امریکا داره، قبول بزرگترین میزان هزینه در واقع سالانه در بودجه از در رو داره این هم درست. اما میگم اگه این دورانه بزنیم کنار که میشه تفسیری کرد از ارتباط اسلام با کشور موضوعی خلیج فارس و و و قبلش به نظرم یه مدار مقابل ما باشه. بسیاری نه برای اولی که تشکر مارد اولی که در رابطه با جنگ سرد با شما هم نظر یکی خدمتون هم عرض کردم اون بوله که در بارگاه شد برابر اون بوله که دستگاه سوسیالیستی سازماندهی شد، این هژمونی آمریکا در واقع از 1968 یه در واقع رو به فروپاشی کنه. اون که یکی از افعال این هژمونی در واقع همون سیستم برتون بود، یعنی این کس به ایسه بود بعد مکاتیف میشه. نه ارزم بزرگ این کسی دیگه تور این افتاد توی بحران بحران سیزن بهتون به این صورت در اون زمان آمریکا گفتور ما این همه طلا داریم و این طلا در واقع چی میشه؟ تبدیل میشه به پشتوانه دلار. اما در اون زمان از اینکه این بازار جهانی به مراتب شکوفا شده و اینا به مراتب بیشتر دلار داشتن تا اینکه طلا در واقع در چیز داشتن و این حالا یه دونه بحثی بشتیدم این اشاره که در وقت این در واقع این سیستم متزلزل از اون بعد بود که این برتون بود سیستم در واقع الغا شد. از اون پس که این الغا شد یه حرکت سرمایه بود که اومد، این در واقع منجر به تورم دلار شد و این تورم دلار باعث شد که کشورهای خلیج اونها در واقع دیدن که قیمت نفت اومد بالا، در واقع اومدن قیمت نفت رو بردن بالا. من با شما کاملا هم نظر هستم. اول اینکه بحران هژمونی آمریکا، حالا اینا بحث از مطمئنی که سرداری فرزن همه
درستم بگم یا آفشی بگی لبن به دوازه نشه یا بگی از 1968 نمی بارا آره سقوط و رکود قدرت های جهانی میگه بله اینها یه مفهومی استفاده بشه که امپریال این بده یعنی زیاد از گسترده شدن قدرت منبسط شدن قدرت امپریالی یا قدرت کشور. حالا در حال این بعد از 1968 وارد این شده که این داره در واقع این هژمونی خودشو نمیتونه اعمال بکنه و به خصوص بعد از فروپاشی بوده که شرق نه دشمن خارجیشون از دست دادن و الان میبینید کشورهای دیگه هم نه فقط چین و الان در راست بخواهید هند اصلا تردید نیست که در عرض 20 سال تا 30 سال دیگه یکی از قدرت‌های هژمونی قابل ملاحظه دنیا چین خواهد و در واقع خود اروپا هم موقعی اومد این یورو رو اوورد در واقع به این دلیل بود که در برابر دلار میخواد یک پول جهانی جدید بیاره و الان بعدن هم پول جهانی تبدیل به پول جهانی خواهد شد. یعنی ما با این کشاکشا سر و کار داریم. حالا اگر ترامپ و آمریکا میخواد یه جوری توی ایران در واقع اونجا مستقر بشه در واقع میخواد این کشورهای دیگه رو تحت کنترل خودش در بیاره و بتونه اونها رو اداره کنه اصلا این خلیج و قدرت هست. بنابراین من با شما کاملا همنظر هستم. اون هژمونی جهانی اون واقعا مربوط به دوران سرد میشه. ما توی فازی هستیم متأ با یه بحثی هست میگن منطقی شدن اقتصادی. ما از این طرف با اروپا سر کار داریم و از طرف با نفتار و آمریکا سر کار داریم با افتا سر کار داریم تو دو فازی و اینا میگم فعلا تو کشمکش هم با هم این دعوای هنوز حل و فصل نشده اما واقعیت اینه که آمریکا در واقع در یه گونه فاز اوکراین رو باز هم مثلا در واقع با درک و فهم در اسلام باهاتون هم مثلا نیست. آره حالا اگه لطف کنید یک کتابی داره چندین کتاب داریم آرامش دوستان یکی از مدر فرزاد حالا سفارش شده این یه بحثی داره در رابطه با اصلا آرامش دوستان شناخته شده امیر قیاملو همش قابل هم نمیدایی من خود نوبت بگیر من نمیشه عزیزم این نظرش داره میگه تو میشینی مخالفش شما خود یه چیز میگی میشناخش نیست در میشه هاش در بین فیلسوفان مطرح امیر قیاملو فیلسوفان مطرح ما از این از اما بزن فیلسوف داریم فیلسوفان مطرحش باشه ایشون یکی از منتقدان دین اسلامه و حرفش هم درست. خب همینجا اشکال آقای قیاملو همین دیگه آره. منتقد اسلام نباید ما داشته باشیم زمین باید دهن آره. وا کنه تو هم منتقدین اسلام باید توش به زمین آره. ایشون و اونم اسلام هم بخواه کار رو کوشش یعنی جزئی نکنه کار نده در حال این ایشون داکتر بخواه یه صحبت داره میگه که این اسلامیان همیشه بحثا رو تحت میکنن سالهایی که در مان یه پرسش محمول یعنی همچه یه سوال شاید شما حاضر هم مطالعه مطالعه داری میگونی آقا جان از که فقط برای آخونده نیست مثلا بنی سر برمی کار میکنه برمی داره اقتصاد توی این دیگه میگه برمی داره یه سوال میکنه و خودش جواب خودش رو میده چون این سوالایی که طرح میکنه پرسشش در واقع محموله پرسش از این شدن معین شده و بحثشون هم به درستی سر این البته میگم یعنی یک کشمکش های اتفاق افتاده بود توی دوران حالا خلیفه مأمون اینا در واقع اومدن این شیوه تفکر یونانی ها رو اونجا یک دارو تجربه درست کرده بودن که در واقع در هیچ تاریخ دنیا این همه زبان این همه کتاب یونانی به عربی ترجمه نشده بود و از ابن ندیم یه دونه لیستی از مونده موقع کتاب ها از بین رفتن و در واقعیت یه شخصی هست به نام بکنم چون برجسته ترین اسلام شناسان معاصر اسمش از یوزف فان است چون در واقع صحبتی که داره اینه که میگه بسیار از این کتاب ها اینا ترجمه کردن حالا نه فقط آرام جنیز کردن یوزف فان است بیه تمام کتاب ها رو ترجمه کردن بعد خود این اسلامی این کتاب ها رو نفهمید خیلی از این کتاب ها شکل یونانیش از بین رفت بعد یونانی ها دو مرتبه اومدن از عربی ترجمه کردن به یونانی ها یونانی ها فلسفه خودشون رو فهمیدن اما این اسلامی ها نفهمیدن من حالا برای اینکه دوستان یه مقدار این وقته این کتاب هست یه شخصی هست به نام ابوالحسین ایشون ایرانی بوده اسمش از زرگون توی قرآن اومده که یک برگ از درخت نمیفته که خدا اعتبار نداره این میره در واقع برمیداره اپیکور یا ابیکور بشون نداره برمیداره یه سیستمی داشته بهشون گفتن بهش بودن اتمیست البته اتمیست رو بودن بودن ذره اینا هم گفتن هر ماده از حداقل چهار تا ذره ایجاد میشه و اینا توی تصوراتشون این نظر رو داشتن که این ذره ها از بالا قدرت جاذبه زمین اینا میفتن با هم دیگه و اینا در واقع خود مختارن این برمیداره این تئوری اینو میخونه بعدا میده ای راز بیداد میگه خدا اصلا هیچ کاره هست
یعنی قرآن گفته برگ از درخت نمیدونی خدا نمیدن، اما اینجا یه سری اتما اتفاق افتاده توی قرآن هم براش نیست. بعد این میگه من چیکار کنم چیکار نکنم، بر میداره خودش یه سری مفاهیم درست میکنه برای این اتم ها. ابو الحسین قرآن کتاب فیزیک نیست، اون گفته من تمام علم رو اصلا به پایان رسوندم عزیزم، این حرفا چیه؟ گفته همه علم تو اینه، هیچ دیگه نمیخواد بدونی. حالا دارم بعدا میاد آقا یه سری مفاهیم میذاره، میگه ارفا ایسنا، یعنی این خداست که در واقع بنا میگه به اتم ها میگه ارفا بشو، به اتم ها میگه نابود بشو، و بر میداره یه سری مفاهیم رو گذاره. این هم حالا در چارچوب همون شیبه تفاقه هم منتظره وجود میاد که بر میداره یه سری مفاهیم رو وجود داره که اینه غیر قرآنیه. اینا بعدا به عنوان مرتد توی دوران خلیفه متفکر در واقع گره سر همه اینا رو زیده زندق و زندیک زدن، چون که از این شیبه تعبیر استفاده میکردن. یعنی شما نمیتونی بیایی آقا قرآن مثلا گفته درک و فهم و من داری تاریخش رو نگاه بونه خود درک و فهم، بچه رو همه آدم بودن خوشفهم و چرا من شما که قرار درک و فهم بکنیم، من این قرار نیست درک و فهم بکنم، چرا من شما باید بشینید اینجا، چرا من باید برم اینجا توی دانشگاه، چرا نمیتونم توی دانشگاه ایران همه حرفا رو بزنم، معتقدم بیان حرفشم بزنم، من حرفش رو گوش میکنم، چرا باید نمیدونم سرم اینجا به باد بدم؟ خب درک و فهم دیگه، منطقه اینه درک و فهمش رو بگه باید درک و فهم اسلامی باشه، باید متعقل پایبند به شریعت باشه، خدا را قبول داشته باشه، وحی الهی و معاد و غیره و داشته باشه، اگه نه مورد محارب این هم من نمیگه اینا دارن انجام میدن. حالا چون یه بحثی هم باید ایران رو کردیم و رجا و انفرادی من از این طرف میشه این گونه محارجه کرد، ببینید اینجا دیگه در واقع احجاجی به جوره میشه گفتش که شما که از استالین و از لنین مارکسیسم رو بهتر نمیشناسید، چه در واقع میگویید آنچه که آنها انجام دادن به ما درست نده. حالا پس ایشون هم میتونم چه دارم، یعنی به نظرم اینجور احتجاج اجازه بدید، به نظرم اینجور احتجاج کردن ما رو به جایی نمیشه. این یه نکته، نکته دوم که شما چطور برای مثلا انواع خانش های از مارکسیسم، امکان انواع خانش از یک متن مشخص به نام آقای کارل مارکس و یک در واقع هم متن به عنوان فرد، هم متن به عنوان استمری، هم متن به عنوان که کتابی که شما کرده نمیشه، یا خانش هم مختلف هم دیگه داره، چطور برای اونجا امکان وجود خانش هم مختلف رو قائل و میگید بعضیش درسته بعضیش نادرسته و این وقت پس اینجور در واقع ما به یک نوع مطلق گرایی نظری منجر به حذف دیگری میرسیم. اول که من حالا اگه واقعا میخوایی دنبال بکنیم، حالا تا دیگه مقاله نمیشن راستا همراه رو امودم بسیمش از انتی دیورینگ یا انتی مارکس. انتی دیورینگ رو اینو انگلیس مخطر میکنم، مارکس یه نظریه دیگری داشته. من اومدم که این کتاب سوزنه که اون موقع دیگه آقا بودیم بیار که شما لینین فرنده یا زنده من گمزا نفهمید مارکس اینا، مارکس و انگلس اینا از همون دوران جوانیش اینا دو تا پروژه متفاوت با هم دنبال میکنن. مارکس در واقع دنبال خداگاهی فیوژنیه برای رهایی انسان، او دنبال یک حرکت از جهان هستی و اینا به دو تا نتیجه متفاوت هم میرسن. مطمئن میگم باید الان سخنرانی من اون نیست، فقط اگه واقعا مایل هستی که بگیم بله من احتجاج علکی نمی کنم نه چون شما داری میگی من همچی کار می کنم، چون من مارشناس هم حالی اینم کار رو می کنم، اما اینجوری هست و راست شو بخوای این موقعی که مارس مرد این شروع کرد به در واقع مصادره مغرضانه نظرات ما، این در واقع الان تبدیل به یک اسطوره شده که مارکس و انگلس مثل هم دیگه فکر میکردن، اینا اصلا مثل هم دیگه فکر نمیکردن و در واقعیت اینا دو تا شیوه متفاوت داشتن، دو تا نظریه متفاوت داشتن و بعدش هم که در واقع مارکس مرد این در واقع اومد نظریات رو مغرضانه مصادره کرد و تمام مارکسیسم لنینیسم ماویسم حکمتیسم و نمیدونم تروتسکیسم هم اینا هیچ کدام ارتباط بدون واسطه با شیوه تفکر انتقادی و انقلابی مارکس ندارن، اینا همشون از انگلیس رو متأخر استفاده کردن و به نظر من اینا نمی‌فهمیدن. خوش آمدید. 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 خوش
دانشگاه های آلمان شاید اشتباه شده. بخواهدم شما من همه به مطمئن شده شما دیگه مارکسیستی ندارد تسکت مارکسیست هم ندارد حق کدام نرفشته باشید ولی ابتدا صحبت شما مارکسیست رو پردرگیرا بود در حالی که شما سید که ما رسیگه که جهان رو باید دگرگون کرد شما میگید من مارکس شناسم من فکر کنم مارکس دیگرونیسته ایشون شما خوب متوجه نشون حق کنم از اشکال نداره تو دوباره میخونه متوجه میشه من نقد نیستم اینا نه صحبت هاییست که شما کردید من نتیجه دیگرستم خدمتتون دارم میکنم خوب متوجه نشون شما به خانم ملکه محمده اشاره کرد به بالا به حضرت ایران خب فرقی نسبت تا رو دارید که تاشم نیاد و سند هم ندارد مثلا به خانم ملکه محمدی خانم ملکه محمدی رشته های فلسفی ندارد که در رابطه با فمینیسم صحبت بکنم حزب توده ایران چرا در رابطه با فمینیسم مطلبی ننوشت شما خانم ملکه محمدی متخصص کشاورزی بود مقالات کشاورزی نوشت در دنیا و جاهای دیگر بله بله نشریه دنیا من همه بدارم هیچ موقع هیچ موقع هیچ موقع ایشان در رابطه با فمینیسم مطلبی ننوشته است نه در ایشون ننوشته من به استناد کردم به اینا مقاله داشتم راجع به این تا ایزاسر در رابطه با فمینیسم اصلا مطلب گفته نشده یعنی چیز گفته نکرده چیز نشده حالا ببینید سوش کردیم خب اوتوپی هست افتدای کار در خواهد تقیل شد شده ولی تبدیل به علم شده جامعه را متعبیل کرده تقدیل گلان نبوده شما از کجا میگید که ما این باور رسیده بودن که همه چیز خود به خود اجرا خواهد شد خود به خود پیش خواهد رفت این اصلا این گونه نبود شما این برداشت را از کجا برآورده این است که یک مقدار صحبت کنم ولی آموخته ها خدمتتون بگم بهترین چیزی که از شما من دارم بود آموخته در رابطه با این صحبت بود که بابای قیامه و بازرس مونده در رابطه با روزینی ارشاد آره من امروز این از شما آموختم که شاه برای که شکاف بندازی در بین روحانیت شاید بخواست یه دین مدرن ایجاد بکنه این تنها آموخته من از صحبت شما امروز بود و خیلی هم از اتون متشکرم که اینو یاد گرفتم مطلب جالبی بود و اینو پیگیری خواهم کرد در واقع سوالی نبود هم در واقع یه توضیح بود که در سوسیالیست ارزم به حضورتون این اوتوپی نیست اوتوپی از اوتوپی شروع شده بعد سوسیالیست اونجوری که مارکس توضیح میده حرکت واقعی اون چیز که حال بشه سوسیالیسم و این در واقع یه حرکتی که با اراده و آگاهی بود یعنی اون دنبال سوژه آگاهی شما اگر حالا مباحث فلسفی لینین رو بخونید دنبال بکنی این با استناد به انگلس متأخر از یک حرکت ابژکتیو و اجتناب ناپذیر صحبت میکنه که به صورت یک فنر به بالا صعود میکنه به این میگن مقدر چرا؟ چون انسان سوژه آگاه و آزادی توی نقشی نداره به این میگن مقدر یعنی که شما موقعی که حالا به من میگی من خدمت از کنم شما با یه سری مفاهیم استفاده میکنی اینا در واقع معانیش اون نیست در رابطه با فمینیسم من نگفتم که حزب توده فمینیسم رو مطرح کرد من گفتم میگن خانوم طالقانی دختر طالقانی این اومده فمینیسم اسلامی رو درست کرده اما در واقع فمینیسم اسلامی رو حزب توده ابداع کرده خانم ملکه محمدی من با استناد با حالا من پیشنهاد خوشم حالا حزب توده است من حالا یه مقاله‌ای دارم اسمش از حزب توده یا افیون توده و بهتون پیشنهاد میکنم در واقع شما این رو مطالعه بکنید من واقعا اومدم استناد کردم به گفته های احسان طبری به گفته خانم ملکه محمدی که ایشون در رابطه با اسلام گفته این اومده پیغمبر اسلام وضعیت زنان رو تعدیل کرده و رجوع کرده به آیه های قرآن نگفتم این فمینیسم اومده تعدیل کرده گفتم ابداع کرده
اینا دو دو چیز متفاوت. در رابطه با مارکسیسم، مارکسیسم ایدئولوژی، اینو انگلس متأخر تعریف کرد. مارکس هیچ موقع نگفته من مارکسیست. این از انگلس متأخر که بعد از اینکه انگلس مورده به اضافه آنتی دوئلیسم، به اضافه آنتی دوئلیسم در واقع نوشته های متأخر انگلس. مارکسیسم اون چیزی که مارکس ادعا کرده و پشت اون بوده یک تئوری انتقادی و انقلابی بوده. این تئوری ماتریالیسم تاریخی داره دیگه. و این حرکت واقعی جامعه است. و از اونجا که این حرکت واقعی جامعه تضادهاش درون ذاتیه، این حرکت هم انتقادی و انقلابیه. اینم من نمیگم، این هم تاریخ بشریت میگه. همین که من و شما نشستیم داریم اینجا صحبت کنیم، پامون تو زنجیر نیست و شلاقمون نمیزنن، ما یه زمانی اینجا بنده بودیم تو همین کشور سوئد. اینا کشورهای دیگه هم دارم فعلا ما داریم در رابطه با نظام جمهوری اسلامی داریم درشون می جنگی که از این بندگی در بیان. اینا محصول همین حرکت واقعی جامعه، محصول همون پراکسیس هم. پراکسیس هم اونجوری که مارکس توضیح میده منظورش آگاهی تئوری و پراکسیس سیاسی هم. این توی این حرکت واقعیه که در واقع جامعه دگرگون میشه. من اینو قبول دارم. اینه که بعد از این تئوری درست کنیم بگیم اجتناب ناپذیر و خواهی نخواهی و مقدر و فنر، اینا در واقع ایدئولوژیه که در واقع برمی‌داره مانند فراورده تفکر خود من بر من در واقع مستقل میشه صورت دین و در واقع من سر با اراده و آگاهی میکنه. من با این مخالفم و مارکسیسم لنینیسم یکم چه کاری میکنه. اینه خیلی عزیز. شما در شعر مارکس میگید که امروز اشاره کردید به اینکه باره شد که دست مطبا به پنج دولار برسه، ولی اینا بعد هم احتیاج به مصرف کننده انگور داره، ولی ادامه نداره. مصرف کننده انگور در واقع جمعیت انگور لازم داره، چیزی که امروز منجر به جنگ ها و مهاجرت های انگور شده. خودش ما شاهدیم که آلمان یک میلیون مهاجر رو از داره گذاشته داشته، این یک میلیون مهاجر بیشتر که این پسر بچن خودش میترد داشته. یعنی ما با توجه به این که یعنی نظر من این است که تئوری ها و اصطلاح تفکرات حاوی از زمان و مکان هست، یعنی زمان باعثشی که علم رشد کنه و مکان هم علوم مختلف یا صنایع مختلف رو لازم داره. من از شما این سوال رو میکنم، ما در جامعه ایران که مذهبمون که تقلید هست، علممون هم که علم حتی هنرمون در بسیار موارد تقلیدی از اون دوره آمده است. حالا اگه بگم یه جامعه ای داشته باشیم امروزی، این تفکر این ابتکار ما از کجا به دست بیاد؟ این یه واقعیت حالا شما میگه فیلسوف، ما اصلا توی کشور اون فیلسوف نداریم، ما شاعر زیاد داریم. من را صحبت همه حسی که میشناسم از ایران یکی شعر نگفته خودم، اما ما بسیار شاعر داریم، یعنی هر کسی شاعرهای بسیار و شاعرهای خوب، یعنی کتاب داریم، فقط میگه نیست. خب پس خود من واقعا ارادت دارم خود میگه، اما واقعیت خود ما توی تاریخ خودمون اصلا چیزی به نام فیلسوف نداره. اون چیزی هم که حالا در واقع بهش میگم فلسفه اسلامی، این در واقع دین و فلسفه دو تا چیز متفاوته. فلسفه در واقع بستگی به شیوه تفکر خودبنیاد داره، این جهانیه و ارتباطی به جهان غیر نداره. این خودبنیاد میشه و مسئله اساسی هم در واقع سوژه است، سوژه عنوان انسان که در واقع توی این حرکت واقعی اجتماعی خودمختار میشه، آزاد میشه، آگاه میشه و خارج از حوزه های حالا متافیزیک شروع به چی تفکر میکنه. چی تفکر میکنه؟ وجود دزان این رو در واقع متفکر میشه و این در واقع فلسفه است. ما توی تاریخ ایران اصلا همچی چیزی نداشتیم. اون چیزی که ما داشتیم، ما متکلم داشتیم، متکلم های اسلامی که اومدن یک واژه رو گرفتن، این مدار خوابش دادن، این ورش کردن، اون ورش کردن، تفسیرش کردن. حالا اینکه ما چگونه به فلسفه دسترسی پیدا کنیم، حالا اینکه بحثایی که من میگم ما ایرانی ها، حالا میگم خیلی هم بهشون برمیخوره، من میگم حالا من از این بابت معتقد مارکسیسم ایرانی هم هستم، چون یه شیوه تفکر دینیه که توی بستر تاریخ فرهنگی پدید اومده. حزب دیدم یه نقش بسیار مخرب توی جریان ایفا کرده، یعنی در واقع اصلا به روشنگری و اتفاقی نیست که ما با دولت دینی سرکار کنیم، اتفاقی نیست، چون تاریخ فرهنگی و اسلامی هیچ کسی نباید اینو قطع رابطش بکنه. خب موتا تفکر رو حتما نباید چیز کرد، کپی کرد حتما هم نباید، چی میگن چرخ رو دوباره اختراع کرد. چرخه هست، اون چرخه چیه؟ چرخه شیوه تفکر انتقادی و به نظر من مارکس اینو بنیانش گذاشت. یعنی در واقع اومده این حرکت واقعی، این وجود، این زاین رو
اومده به صورت انتقادی رو متفکر شده. ما هم که همون کارو بکنیم. من هم یک همچین امتحانایی رو کردم. سعی کردم تاریخ فرهنگی خودمون رو به عنوان انتقادی بردارم، اینو متفکر بشم. یک سری محصولات هم ارائه دادم. یعنی فقط همینجوری با دوستان صحبت می‌کردم. حالا 14 تا کتاب فارسی منتشر کردم تو سایت آرمان چه هست. حالا 15 هم توی دو تا آینده منتشر می‌کنم. اونطور یک همچین دیدگاهی ندارم که مثلا من فیلسوفم. من مارکسیست هم نیستم. من فقط این شیوه تفکر مارکس رو گرفتم که در واقع حرکت واقعی رو به صورت انتقادی متفکر بشم و یه همچین کاری هم ارادم. میتونیم این کار بکنیم. من حالا من یه پروفسور داشتم رفت بودم خلیش داشتم باید صحبت میکردم باید که دوران دانشجو گفت دو حالت داره، یعنی که باید مارکس بشی یا یعنی که باید بری مارکس بخون. میگه اما اگه بخوای بری مارکس بشی میگم یه رو تعلق کرد البته از اون جزئی دید بهتره بری مارکس بخون، شیوه تفکرشو بخون و در واقع سعی کن اینو تو حوزه تحقیقاتی تو حوزه جامعه شناسی این روش رو به کار بگیر و این روش تو دسترسی ما هست. من دارم در واقع برای این تبلیغ میکنم که متفکر بشیم وضعیت خودمون این حرکت واقعی رو به صورت انتقادی بفهمیم. مرسی استاد عزیز. هیچ کس تو نوبت ما نیست، وقت ما هم تمام شد. من فقط یک دو نکته دارم که بیشتر بیان نظرم اینه. من فقط یه نکته میتونم بیان کنم. خواهش دارم. من با بخش از نظرات شما در واقع موافق نیستم، چون هنوز اون دانشش رو ندارم، یه حالتی بین این اون هم. ولی از یک چیز که شما در واقع با انسپکتوده و مارکسیس گفتیم یه خودش این شدم، ولی که حزب توده نه به نظر من نه مارکسیست بوده نه لنینیست بوده نه چی، یه حزب ویرانگری که اومد تیشه به ریشه، واقعا تیشه به ریشه تفکر و اندیشه توی آزاد. من فقط همین رو خواستم. نکته من در رابطه با همین بحثی که الان علی ترکر در ارتباط مثلا خیلی مثل آلمان رو گفت، واقعیت قضیه اینه که اون چی که به عنوان در واقع جنگ های نیابتی تو سطح منطقه هست که به سبب کوچ اجباری میلیون ها پناهجو به سطح کشورهای در واقع این طرفی میشه، مسئول وجودی عملکرد خود اون هست. مثلا فرض بکن الان اتحادیه اروپا که تا دیروز درش باز داشته بود دیروز داره صفر میگیره، از خود سوئد بگی تا فنلاند ماه گذشته تصویر کرد که هر کسی که پاسخ منفی گرفت به پاش زنجیر ببندن، یعنی بازگشت به با اون ور دوران اسپارتاکوس، در حالی که ما امروز در چه قرنی هستیم. یعنی میخوام بگم که این اون نکته هست، یعنی فقط عنصر مصرف نیست بلکه عنصر کنندگی هم هست، ما باید بهش توجه بکنیم. اما نکته ای که من در رابطه با بحث نیامدو داشتم، چون از حرفای دکتر فریدون این برداشت کرد که چون حالا مارکسیزم زیر علامت سوال از منظر توضیح چیز داد، مارکسیزم لنینیزم نه اساسا بازگشت به مارکس، چون خودش الان داره مارکس رو میخونه و از منظر خودش داره تبیین میکنه، خب این جای بحثه. ولی هیچگاه تا اونجایی که من مارکسیزم رو دنبال کردم از خود مانیفست که در واقع بیانیه اولیه مارکس و آی انگلس از طبقه کارگر به عنوان تقدس یاد نکرد. اتفاقا مارکس کسیه که همواره داره تاکید می‌ورزه به اینکه آقا خود طبقه کارگر علاوه این که داره به حاکمیتی دست پیدا بکنه به عنوان طبقه اجتماعی تقدس توش نیست، یعنی به اینکه بیشمار ضعف هم به عنوان پیکره آدمی و دوش این آدمه. تو این از کجا در آوردی که داری تبدیل میکنی نظر تو که این آگاهی کاذب رو در جامعه یاد میکنی؟ چون داستان بزرگ تفاوت نگاه آقای مارکس با آقای استالین یا فیلمسل شوهریش 70 ساله که تو روش انگوش میذاری مسئله حزب دولت هست و اتفاقا نگاه آقای مارکس بر هم میگه آقا من از روز اول نگفته بودیم که شما برید مثلا انقلاب بکنید طبقه رو حاکم بکنید بعد بیایید حزب رو از اونچنان تلطشی برخواد رو بگید که مثلا بشه گروباشی. اون نکته اثباتی بحث دکتر فریدون در همینه که از بیان نظر آقای مارکس یا به طور کلی مانیفست یک حاکمیتی تراشیده شد که از توش سلین در اومد، از توش آقای ماو در اومد، از توش به صورت مشخص آقای فیدو کاسترو در اومد. اون نقد ما به اونا به همین هست دیگه، یعنی به حزب دولت هست دیگه، پول پول در اومد حزب دولت هست دیگه. یعنی شما حزب رو
اون چنان درست تقدس بهش میپشنه که موجودیت طبقه تو جامعه نادیده گرفته میشه. امروزش هم همینه. یعنی اگر بخواد مثلا یک حزب معین، من اسم نمیبرم چون به اصطلاح بحث من نیست، بحثی شده، اگر یک حزب معین بخواد بر جامعه 80 میلیون ما خودش حاکم بکنه، اون موجودیت طبقه نادیده گرفته میشه، در حالی که طبقه از یک حزبیت واحد برخوردار نیست. ما دنبال جامعه میگردیم که بیشمار اعضا و بیشمار نیروهای اجتماعی بتونن به حیات جامعه مستولی بشن. من کار ندارم که این سندیکای شرکت واحده یا سندیکای نشگر هفته پس یا سندیکای ایکس یا سندیکای ایگری، ولی اونی که به حزبیت باور داره و موجودیت طبقه اجتماعی و استقلال اون رو نادیده میگیره، میگه حزب فقط حزب الله در اول فقط یک اولاست، حزب فقط حزب منه و دیگران بایستی بیان تابعی از ممزوج من باشن، در غیر صورت جامعه بیمار است. سخن رو به پایان میبریم. به سهم خودم مگر اجازه بدید از طرف شما از دکتر فرشید فریدونی و همای عزیز که زحمت کشیدن این همه راه رو کوبیدن به دعوت من پاسخ مثبت دادن، در اینشان با ما بودید، لذت بردیم از همراهی با ایشون. سپاس و امتنان خودم رو اعلام میکنم و باشه که بازم تو فرصت دیگری که گزارتون به متروپولی و یا